با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این 19 روز از 9 ماه از 12 سال در 3 هزار ساعت 1:30 است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا، 4:30 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعتش 4:30 است، 10:30 است در اروپا، 9:30 در انگلستان و 11:30 است در ترکیه. از کجا باید آغاز کرد؟ از اون جایی که دفتر به پایان نرسید اما به پایان رسید عمر، و این حکایت همچنان باقی است. احمدی‌نژاد روز جمعه وارد نیویورک خواهد شد. سازمان‌های یهودی آمریکا تظاهرات مفصلی رو شروع کردن. عرضم به حضور شما که ولی ما همچنان باید به این تلفن هتل زنگ بزنیم. دست بردار از این هتل نباشید. کار سیاسی کار یه شب و دو شب نیست. کار دائمی است. و دائما بایستی که فعال بود، دائما تا این رو به مقصد برسن. نمیدونم لازم توضیح بدم یا لازم نیست توضیح بدم، اما بسیار برام جالب است این میزان عکس و عملهای این دوستان نسبت به حقیر و اینکه جمهوری اسلامی به ما پول میده ما چه بکنیم و چه نکنیم. این خیلی ترفند ساده ایه، همه میتوانن این را بزنن. ممنون ستاره. برگردیم به یه دوستی نوشته که ما در ایران نمیتونیم این برنامه های اینجوری رو نگاه کنیم به خاطر اینکه وزن این برنامه ها زیاده، سعی کنید که این رو با فرمت دیگری هم بذارید که ما در ایران بتونیم برنامه رو ببینیم. چشم، حتما این کار رو تلاش میکنم که بتونم این فرمت رو تغییر بدم. بعد کسی به نام وبلاگ گمنامیان، در وبلاگ گمنامیان یک کامنتی برای ما گوشته، اینکه رضای پهلوی دوست داشته یک جمهوری‌خواه را به سمت مشاوره پذیرفته، مسئله شخصی و چه ربطی به بقیه داره؟ این جواب این دوستمون بوده که چه ربطی داره؟ هیچ ربطی نداره. همه آزادن نظرشون رو بگه، همونجوری که اون رفیق ما نظرشو گفت دیگه. عرضم به حضورشین آقای حسن 97455 مرتب می نویسد، نشته آقای دوشکی به شما ثابت شد که اینها مغرض هستند، اینها و جمهوری اسلامی به هم پاس می دهند. اگر اسم ثابتی را جمهوری اسلامی ننویسد اینها می نویسند. این جماعت پان ترکیست، هر حرکتی که نجات کشور را مد نظر داشته باشد بدنام می کنند. این جماعت جنگ می خواهد تا در نتیجه این جنگ ایران تجزیه شد و پان ترکیست به هدفشان نرسن. کردها بعدن لقمه چپ ترکا میشن. اینم نظر این دوستم. من پان ترکیس رو نفهمیدم، یعنی من ترکم. پان میدونی یعنی چی؟
کلماتی که به کار میبریم و بلدیم معناش، اصلا ریشه هاشو میدونیم از کجا درست شد، چجوری پیدا شد، چرا اینا وارد عرصه سیاسی شد. شما استدلال بکنید در مقابل طرفتون، عین نزنید به طرف مقابلتون. چرا تو فکر میکنی که من پان ترکیستم، جد آبادم ترک بوده، خودم ترکم، زن و بچه هم ترکن، چه ارتباطی داره ترک به من؟ شما هر وقت که توانستی شناسنامه خودتو بذاری روی صفحه، وقت بیا با هم دیگه حرف میزنی. هر زمان که توانستی که شناسنامه تو بذاری بیا با هم حرف میزنی. ناصر صنعتی از 1:15 صحبت آقای بهبهانی رو گوش کردم و به غیر از توهین و به لجن کشیدن دیگران چیزی نشنیدم. واقعا تأسف آور جلوی تیوی می نشینن و بجز خراب کردن هدف دیگری نداره. اشکال بعضی ها این است که بعد از یک مدتی در رسانه بودن فکر میکنن کسی شدن. اینطور آدم فقط کارشون چوب، اینطور آدم ها فقط کارشون چوب لای چرخ گذاشتنه. شما چرخ رو به ما اول نشان بدهید تا ما چوبمون رو پیدا بکنیم. نمیدونم که این چرخ کجا بود که ما چوب رو لاش گذاشتیم. خیلی برام جالبه اگر که چوب لای چرخ گذاشتن، چرخی در کار. نمیدونم چند نفرتون برنامه آقای میرفتروس با آقای میبودی رو دیدید یا ندیدید. دیشب این رو گذاشتیم و بعد فکر میکنم که بعد از برنامه آقای دکتر انصاری این ویدیو رو پخش کردم و امیدوارم که دیده باشید، در تکرار لااقل دیده باشید که آقای علی میرفتروس چه تعریف کرد. لطفاً گوشتون رو باز کنید و اینکه یارو دلش خواسته و به نظر من اونگونه که گفتم اینو همیشه دیگه، اونگونه که لنین در کتاب کپیتال گفت، آقا لنین کپیتال ننوشته که، گفت آقا من نظر خودمو که میتونم بگم. بر قبل از اینکه نظرتون رو بگید توجه کنید که بعد اول ما بشنویم، قبل از اینکه نظرمون رو بیان کنیم بشنویم. اگر که برنامه رو ندیدید دعوت میکنم که به سایت parstv.tv، آدرس تلویزیون پارس است، آدرس سایت تلویزیون پارس است، parstv.tv. وقتی که به parstv.tv بروید، نقطه tv پونکت tv هر زبونی که تعریفش میکنی، www.parstv.tv به جای نقطه کام شما باید نیستی نقطه tv، اونجا که بری برنامه ها رو آرشیوش رو میبینی و برنامه مثلا رو برنامه یاران که کلیک کنید فهرست برنامه یاران میاد برای شما. لطف کنید برنامه روز جمعه آقای میبودی رو ببینید در بخش دومش که فهم میکنم که نیم ساعت که از برنامه بگذره، برنامه حدود 70 و چند دقیقه است، نیم ساعت که از برنامه بگذره 40 دقیقه دوم برنامه گفتگوی آقای علیرضای میبودی با آقای علی میرفتروس. و علی میرفتروس تعریف میکنه که در سفری که از آسیای میانه برمیگشته در پاریس توقف میکنه و به دیدن
ملکه سابق ایران، شهبانوی پیشین ایران، خانم فرای پهلوی می رود و در اونجا آقای رضای پهلوی شاهزاده ایرانی رو اونجا ملاقات میکنه و کلی تعریف میکنه که این خانواده چقدر خوبن و چقدر اهل فرهنگ و ادب و اینا هستن و بعد میگه که من براشون از چه میدونم از فروغی زکال ملک گفتم، نامه فروغ خوندم، شعر بهار رو براشون خوندم که جامعه نیازمند کمک میخواهد، چه میخواهد الان در این لحظه است. و بعد با شاهزاده صحبت کردیم بیش از 3 ساعت. آقای میودی روی نقاط میسته، سوال میکنه، مرتب ازش سوال و میگوید که شاهزاده فرمودن که نه آقا این حرفا چیه شما میزنی؟ شورای ملی کدومه؟ این حرفا چیه؟ به من اصلا ربطی نداره. بنده به عنوان آدمی که اعلام کردم همه رو حمایت میکنم، چریانم حمایت کرد، چون قصدم اینه که هر کسی که تلاشی داره میکنه در مقابله با جمهوری اسلامی منم حمایت کنم از بنابراین از این جریانم حمایت کردم، هیچ ربطی به من نداره، اصلا من تو این جریان نیستم. لطف کنید برنامه یاران روز جمعه برید به آرشیوش نگاه کنید، من سعی میکنم که در تکرار برنامه دوباره اون برنامه رو برای شما امروزم پخش بکنم و بتونید خودتون گوش بدید و متوجه بشید. پس بنابراین حالا که کار به اینجا رسید، شاهزاده اعلام میکنن که نه آقا من فقط حمایت کردم، من اصلا به من ربطی نداره، من چی کارم این وسط، من هیچ کارم، اصلا بی خودی اینا میگن، هر کی میگه بی خودی میگه. بعد اعلام میکنه که شاهزاده باشون صحبت کردم، به ایشون گفتم که آقا شما پادشاهی باید بری شمشیر رو از حالاته، این جملات بنده است دیگه، بری شمشیر رو از میان دو شیر برداری. من بهشون گفتم که شما پادشاه، نقش پادشاه این بوده دیگه، شمشیر رو از میان دو شیر بردارد، یعنی شجاعت، دلاوری. میگه من بهشون گفتم که شما بالاخره شاهی و بایستی که یک حرکتی رو خودت انجام بدی، و ایشون گفته که بله من این کار رو خواهم کرد، شورا اینا به من ربطی نداره، من خودم تا چند هفته دیگه در یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی شرکت خواهم کرد که رادیو تلویزیون ها همه باشن و در اونجا اعلام موجودیت میکنم و شروع میکنم به کار جدی کردن و خودم رأساً وارد میشم دیگه. بعد آقای میبودی دوباره سوال میکنه که خودشون اینا رو گفتن؟ میگه بله. که این کار انجام میده؟ گفتن که ظرف چند هفته آینده من با یک چند رسانه بزرگ بین الملل رو صدا خواهم کرد و در مقابل دوربین ها مواضع خودم رو روشن میکنم و تعریف میکنم و در حقیقت کارم رو آغاز میکنم. از فحوای کلام و در اونجا اشاره میکنه آقای میرفتروز به آقای نوریالا و طرح فیادلفیایشون، آقای میبودی به عنوان ریش سفیدان ازش نام بره، ایشون به عنوان نخبگان ازش یاد میکنه و از اسم از آقای ماشالله آجدانی میآورد آقای میرفتروز و یه جوری خط و خطوط میدهد. پس بنابراین اون چیزی که میشود از این قضیه فهمید این استش که شاهزاده اعلام براءت کرده و گفته اصلا به من ربطی نداره، این بلوایی که راه انداختید و آقای مجلسی و آقای نمیدونم فلانی و بهمانی اینا بی خودی میگن، من به عنوان آدم که گفتم همه را حمایت میکنم اینا را حمایت کرد. حالا بگذاریم از این که ما ایشون در هیچ جا اینجوری اسمشو نذاشته، امضا نکرده، اینجا امضا کرده ایشون، خود این یه سواله که حمایت میکنم با امضا کردن دوتاست، شما اینجا امضا کردید، اونجا گفتی من حمایت میکنم، بنابراین نشون میده که یواش یواش این روزا ما دیگه دوباره شاهد خواهیم بود که از این صحبت ها بشنویم، کسان دیگری، شخصیت های دیگری بیاین و از زبان
آقای رضای پهلوی بگویند که بله ایشون فقط صرفا جهت اینکه گفتن من همه را حمایت میکنم اینا را حمایت کردم، یعنی هیچ ربطی به من نداره. اینم در حقیقت نقطه پایان وضعیت شاهزاده رضای پهلوی و شورای ملی به روایت آقای میرفتروز در برنامه آقای علیرضای میبودی، برنامه یاران روز جمعه 14 فکر میکنم بوده دیگه. اگر اون برنامه رو بتونید خودتون تماشا کنید، اگر نه من در تکرار برنامه اون رو برای شما پخش خواهم کرد و دقت کنید ببینید که در به کدام سمت میچرخد. تمام. و ماجرای شورای ملی از نظر من مختومه اعلام میشود، من دیگه راجبش حرفی ندارم بزنم. حالا اگه آقای فروزنده نازنین دوست دارن، تمایل دارن راجبش حرف بزنن، کسان دیگری، موضوع ما نیست. من از این لحظه اعلام میکنم دیگه من راجبش حرفامو زدم، تموم شد رفت. و تلاش کردم از همه اطرافم آدم ها رو دعوت بکنم. فکر میکنم نخواستیم بار آقای مجلسی رو دعوت کردیم که اومدن صحبت کردن، بعد آقای مجلسی گفتن که شما صبر کنید در روز دیگه ما وقت بدید، در روز دیگه میگیم. بعد دو بار با آقای دوشیکی صحبت کردیم، آقای دوشیکی هم به ما در ابتدا گفتن که چند روزی فرجه بدید تا اینکه این بیرون بیاد، بعد متوجه میشید در جلسه اول و در دیروز هم که همه سوال و جوابا رو به حال ما پرسیدیم، ایشون هم پاسخ خودشون رو دادن و قضاوتش با شماست. ولی برنامه آقای میرفتروز برای من در حقیقت نقطه پایان قضیه بود و اینکه اونایی که در انتظار اینن که آقای رضای پهلوی وارد شورا شد و شورا مال رضای پهلویه، رضای پهلوی سریعا متوجه شد که این داستان همه با هم است، همه با هم کار نمی کنن. همون سوالاتی بود که دیروز کردیم راجع به وزن، وزن کشی، وزن داشتن. بفهمید شما آقای بهبانی، من پیاز هست میشه آخه من سنگ بزنم. اول یه سوال داشته بیش شما تلفن ما هتل ویروات مال جریان چی هست؟ این اولا هتل واروی هتل نیویورک که آقای احمد نژاد اونجا میره. من مثل همیشه که این کارا رو کردیم این دفعه امسال میاد این احمد نژاد. بله بله بله، روز جمعه وارد نیویورک میشه. بله معذرت بخوام، اینو میخوام موضوع خدمت مرسلش که راجع به همین جاده شاهزاده پهلوی حمایت کردن این آقایون اگر از طرف یه شخص حرف میزنن و بعد ایشون به طور کلی میگه ما جمعاً میگن، نه در واقع خودشون یه مقدار ثبات میکنن و دیگه تیسیس میگه خیلی معذرت بخوام حرف اینا دیگه فاتحه نخواهد خون، بعد باید اینا باید همگامی با هم داشته باشن یا اگر واقعا حمایت میشن الان باید هم خود آقای رضا پهلوی هم اون آقایون باید اینا تایید کنن و بیا صحبت کنن و الا که این اگر اینجور باشه دیگه خیلی معذرت خواهد کسی که حرف اینا رو فاتحه نمیخونه، نمیدونم با یه هماهنگی باید باید وجود داشته باشه. معذرت بخوام، نظر شخصی منه، بعد تلویزیون گوش کنم، معذرت مزاحم شدم، بعد تلویزیون گوش کنم. محبت آقای پیران نازنین درسته. من ابتدا دوباره راجع به واروی هتل بگم که امین نژاد با واروی هتل یعنی جمهوری اسلامی با واروی هتل نیویورک قرار گشتن، شبی 10 to 15,000 dollars اونا رو چارج میکنه برای اینکه به اونا اتاق بده، مسکنشون رو تهیه بکنه. ما خواستیم که این دوستان تماس بگیرن با واروی هتل و ازش بخوان که این کار رو نکنه. الو، خواهش میکنم. اینکه حالت آمدین دفتر و من هم میگویم که حکایت همچنان باقی، به دلیل اینکه من دیروز مصاحبه آقای میرفتروز رو دیدم، بعد از تلاشی که کردند که ایده‌ای رو جمع کنم و آقای رضا پهلوی رو به عنوان محور قرار بدن و اونجا شکست خوردن، اینها الان وظیفه دیگری رو برای آقای رضا پهلوی تعیین کردن که بیان و شمشیر رو از میان دو شیر بردارن، یعنی به راه دیگری میخواهند آقای رضا پهلوی رو دچار دردسر کنن. امیدوارم که آقای رضا پهلوی هوشیارتر از این باشن که دوباره از یک سوراخ دوباره گزیده نشن. خدا نگهدار. رحمت شما جناب آقای موقعی. البته این عبارت رو بازم تکرار میکنم، عبارت
شمشیر رو از میان دو شیر برداشتن مربوط به آقای میرفتروس نبود، ولی آقای میرفتروس به صراحت گفتن که خود شخص شاهزاده با ایشون 3 ساعت صحبت کردن، مادر گرامیشون هم حضور داشتن و گفتن که من فقط به عنوان کسی که گفتم آقا در اون بیانیه هم که دادم، ویدیویی که دادم، میگم آقا من همه رو حمایت میکنم، اینا هم حمایت میکنم، هیچ نقشی من در این داستان ندارم. و اینکه ایشون، من بازم میگم به عنوان کسی که به حال یه مقداری طرفداران مجازی داره و مثلا سرباز هخامنشی، سرباز هخامنشی از نظر حقوقی، از نظر حقوقی درست مثل همون سربازان گمنام امام زمانه. کوروش هخامنشی یعنی از نظر حقوقی هیچی نداره، مثل سرباز گمنام امام زمانه، اونم نمیتونی پیداش کنی که سربازی که گمنام است. شما اون زمانی هویت شما احراز میشود که نامتون رو بگویید. وقتی نام نداری هیچی نداری، خب نه حقیقی هستی نه حقوقی هستی، هیچی نیستی. ولی ایشون گفتن که شاهزاده نیستن تو این بازی و خود شاهزاده اعلام کردن که تا چند هفته دیگر به یک کنفرانس مطبوعاتی خواهند رفت و در اونجا همه قضیه رو تعریف میکنن. حالا ببینیم که چگونه تعریف میکنن. اما در مورد وارویک من همچنان معتقدم که بایستی تماس گرفت، بایستی که رفت دنبال کرد و تماس بگیرید با این هتل و بگویید که داستان چیست. آقای نیمای سعیدی، جوانی که ما در این تلویزیون باهاش قبلا گفتگو کردیم، معتقد است که شورای ملی یک بدیل سیاسی است. ولی آقای داریوش آریو برزن داریوش میگوید که بذار اول پس بریم سراغ خود آقای چیز، اول بریم سراغ نیمای سعیدی ببینیم که نیمای سعیدی این شورای ملی رو چجوری تعریف میکنه. او میگوید که به جرات میتوان گفت که انگیزه لزوم تشکیل یک بدیل سیاسی 3 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بر پایه ظلم و سرکوب به بیپایان، ماهیت و عملکرد نیروهای اپوزیسیون، بیداری جامعه و رشد خرد جمعی در مسیر دستیابی به مطالبات خود بوده است. آیا میتوان همسویی واقع بینانه میان هویت و درایت بلوغ یافته کنونی جامعه ایران از یک سو و کسب اعتماد روزافزون مردم به مبارزین راستین از سوی دیگر را با پذیرش تشکیل چنین شورای همسو با یکدیگر دانست؟ نظر به اینکه 3 دهه از عمر حاکمیت جمهوری اسلامی با تکیه بر کشتار جنایت آن می‌گذرد و در مقابل این حقیقت شوم در این زمان پتانسیل مبارزاتی عظیمی در میان جامعه ایرانیان درون مرز و برون مرز موجود است، تشکیل شورای ملی ایرانی با ویژگی‌های منحصر به فرد خود و با خواست روشن براندازی و عبور از این نظام نیز در جهت همسو شدن، ایجاد هماهنگی‌های مبارزاتی هدفمند و کارآمد در این راستا امری بدیهی است. کمتر نیروی سیاسی را می‌توان در میان سازمان‌ها و نیروهای فعال خارج از کشور یافت که به طور فعال و مداوم در صحنه عملی برای حل معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی مردم راه‌حل‌های مناسبی از خود ارائه داده و برای تمکین آنها نیز از خود مایه گذاشته باشند. چرا که هر یک از این نیروها و سازمانها از ظرفیتی برخوردار نیستند که بتوانند به تمام مشکلات پیش رو غلبه کنند و جدا از اختلافات درون سازمانی خود به تنهایی الگوی موفقی جهت افزایش اعتقاد و اتحاد و اعتماد میان خود و مردم باشند. مادامی که همسویی در اندیشه حاصل نشود، این پافشاری از سر میهن دوستی نیز در عمل دستاوردی ملموس را به بار نخواهد. زمان به نیکی نمایان ساخت که چه گروهایی با این خواست و یکی شدن پا به میدان گذاشته، اما این زمان سپری شد و ایران همچنان در بند مانده. شفافیت در هدفمندی مستلزم بیان موضع‌گیری شفاف و روشن نیز میباشد که از ویژگی‌های منحصر به فرد خود در دیدگاه اندیشه، عمل، نام، رنگ و نشان نیز برخوردار باشد.
یکی شدن با موضع‌گیری و نشانه‌هایی که جناح درون حکومتی به خود گرفت تا امروز تنها موجب سردرگمی، پرداخت هزینه‌های جانی بالا و اتلاف زمانش. این در حالی که پتانسیل عظیم مبارزاتی برای عبور از این نظام در راستای نافرمانی‌های مدنی در میان جامعه ایرانی یان درون مرز و برون مرز موجودند که توان در صحنه بودن با نشانه‌ها، ویژگی‌ها و مطالبات خود را دارد و به یقین بسیارانی را در این مسیر مبارزاتی به خود جلب خواهد کرد. در این زمان باید به صراحت در صحنه حضور یافت. شوربختانه با رژیمی روبرو هستیم که نمیتوان با وی در راستای راهکارهای متمدنانه و پیگیری گفتگو به نتیجه رسید. از این رو باید مسیر متفاوت را برگزید. با اتحاد این نیروهای حاضر در صحنه و تشکیل ائتلاف سیاسی پاک و قوی میتوان مسیر مبارزاتی را با بهره‌وری از پتانسیل‌های بیشتری با موفقیت پیمود. امروز با پذیرش در مخاطره قرار داشتن آینده ایران و فرزندان ایران زمین، بیشتر نیروهای سیاسی موجود بر این باورند که ایران فقط به دست ایرانیان آزاد خواهد شد و اتحاد نیروها تنها راه گذر از این نظام استبدادی باشد. هم میهنان هرچند نجات ایران از خطر نابودی استقرار یک نظام مردم سالار و دموکرات در میهنمان در نهایت با اراده و خیزش مبارزین درون مرزی به ویژه نیروی جوان تحقق خواهد یافت، ولی اپوزیسیون برون مرزی است که از راه متحد ساختن نیروهای مبارز با باورهای سیاسی گوناگون قادر است و باید تبلیغات، عملیات و امور لوجستیکی این مبارزه کلان و ناگزیر را سازماندهی و هدایت کند و در سطح جهانی صدای یگانه و نیروی کارساز به وجود آورد. از این رو اپوزیسیون میبایست تشکیل این بدیل سیاسی را در سر خط فعالیت‌های خود قرار داده و با در نظر گرفتن و برشمردن چندی از ویژگی‌های این شورا تلاش در جذب و دخیل نمودن هرچه بیشتر نیروها داشته باشد. از جمله ویژگی‌های شورای ملی میتوان از نکات زیر نام. این شورا متشکل از افراد مستقل و نیروهای سیاسی با اندیشه‌های گوناگون میباشد. این شورا و اعضای تشکیل دهنده آن از ماهیتی سکولار دموکرات برخوردند. این شورا خط قرمز خود را عبور از حکومت جمهوری اسلامی و عدم پذیرش انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی نظام برمی‌شمارد. این شورا خیش را متحد به برگزاری انتخابات آزاد در ایران آزاد می‌داند. این شورا تعیین نوع حکومت ایران را بر پایه پذیرش صندوق آرا به یک رفراندوم مردمی واگذار. این شورا بر اساس مطالبات و خواسته‌های جامعه مدنی به عنوان یک بدیل سیاسی شکل می‌گیرد. این شورا همچنین پایبند به ادغام نیروها و خیلی بلنده این مقاله به حال این کارا رو میکنه. نقشه تشکیل شورای ملی هم آیا تشکیل شورای ملی را میتواند به عنوان اهرمی مؤثر در مقابل جنایات جمهوری اسلامی و تهدید حمله نظامی حسب بی‌کفایتی های این نظام برشمرد از طرف قبل بر با توجه به نقش و عملکرد اپوزیسیون در سالهای سپری شده فقدان یک تشکل حقوقی و مورد اعتماد مردم در عرصه‌های مبارزه سیاسی اجتماعی اقتصادی در مقابل رژیم جمهوری اسلامی به نحوی ملموس قابل رؤیت است. تشکلی قوی و هدفمند در عرصه اپوزیسیون که به نحوی حامی حقوق و منافع ملی و شهروندی ایرانیان در سطح بین‌المللی هر یک از ما به این حقیقت واقفیم. تا زمانی که اهرم موثری در مقابله این رژیم نباشیم نمیتوانیم قدرت عمل خود را یک جا صرف برکناری حکومت کنیم و همچنین شاید توانمندی های جامعه به نفع منفعت جویان تخته گرده. از این رو تشکیل یک تیم از صاحب نظران و کارگزاران برجسته متخصص به حقوق بین الملل و همچنین قوانین سیاسی اجتماعی حقوقی در سطح جهانی امری بدی. خب این که در این شورا نهفته نیست دوست من، بفهمید آقای بهمنی. خوب سلام، سلام عرض کردم. آقای خوبی، خوبی شما؟ شبت بخیر. من قربانت در خدمتم جان آقای خوبی. ببینید شنیده من یه آقای نوری علایه اول خیلی پشتیبان رضا پهلوی بوده و بعد از یه مدت خیلی کوتاهی یه دفعه برگشته. آیا این حقیقت داره؟ من البته برامش نمیدونم متاسفانه. بله نه نمیدونم. شما نمیدونی؟ نه برگشته همراه بوده. خیلی مشکل. ممنونم. شما چون اطلاع دارید. نه عزیزم قربان متشکرم. مرحبا. نه خیلی عجیبه داستان. این همانی نداریم، مثلا این مثل اون نمیشه. تو بین انسان ها
این مثل اون نداریم. این همون بحثی بود که دیروز اینجا مطرح کردیم، برابری. برابری انسان ها برابرن یعنی چی؟ این که میگه برابری یعنی چی برابری؟ یعنی در مقابل قانون برابرن. یعنی اگر که جرمی رو مرتکب شد نمیگن این چون مهندسه ولش کن، این چون که بیکار بگیریم اعدامش کنیم. از حقوق متساوی برخوردارن در برابر قانون. اگر او حق دارد که وکیل داشته باشه، این هم حق داره که وکیل داشته باشه، حق دفاع داشته باشه. این یعنی برابر. ولی انسان ها با هم برابرن؟ نه، اصلا هم چیزی نیست. انسان ها کاملا غیر برابرن، برای اینکه متفاوتن از هم دیگه. شما با برادرت، با فرزندت متفاوتین، اثر انگشتتون یکی نیست، شکلتون یه جور نیست، دی ان ای شما هم یه جور نیست، پس متفاوتید، برابر نیستید. یه کسی که رئیس مثلا فرض کنید که یک مؤسسه است، چه تحقیقاتیه، چه علمیه، چه تجاریه، چه هرچی که هست، با اون که اونجا مثلا کارگر ساده است، اینا برابرن؟ برابر نیستن، چون که اون یارو اگر که نباشد مثل که ناخدا، ناخدا با ملوان که برابر نیست که. اگر ناخدا نباشد خب ملوان نمیدونه چی کار کنه، اما اگر ملوان نباشد ناخدا میداند که چی کار کنه. برابر نیستن. بعد شما بایستی که همین این چیزی که این الان آقای نیمای سعیدی گفت، خب در این شورا اون چی وجود ندارد که به سمت اون همه حرفی که گفتم آقای میرفتروس هم تو برنامه آقای میبودی بیان کرد که شاهزاده دو دنبال این حرکت میکنه که بره دنبال نخبگان. اون حرفی که ما دیروز زدیم با آقای دوشوکی، آقا دنبال نخبه میگردد، نخبگانی جمع شوند که صاحب وضع باشند، بزرگ باشند، که بر اساس قانون فیزیک بتوانند کوچکترها را جذب بزرگتره بکنند. اجسام کوچکتر تابع اجسام بزرگترند. بزرگان نمیرن بغل کوچیکا، کوچیکا میرن کنار بزرگا. ببینیم که این آقای داریوش هاریو برزن چه پاسخی میده به آقای سعیدی. آقای نیمای سعیدی که برای مبارزان دیرین سیاسی چهره ای ناآشناس و به قرار اخیراً وارد عرصه تلاش‌های سیاسی شده و به نظر میرسد که از طراحان و کارگزاران شورای ملی ایرانیان میباشند، ته مقاله با عنوان شورای ملی به عنوان یک بدیل سیاسی ابتدا این پرسش را مطرح کردند که آیا میتوان همسویی واقعی نانه میان هویت و درایت بلوغ یافته کنونی جامعه ایران از یک سو و کسب اعتماد روزافزون مردم به مبارزین راستین از سوی دیگر را با پذیرش تشکیل چنین شورای همسو با یکدیگر دانست. آنچه که من از طرح پرسش بالا دریافتم در مجموع آن است که آیا منشور شورای ملی ایران آنچنان جذابیتی دارد که مبارزین راستی ایرانی را به خود جلب و یک کارزار سیاسی مؤثر را برای تحقق هدفهای استراتژیکان به راه اندازد. در جواب ایشان باید گفت که محتویات منشور ارائه شده یک شورای ملی ایران اکنون موضوع تازه و نوعی را به مردم ایران عرضه نمی کند، زیرا به گونه‌ای دستچین شده و در برگیرنده اکثر آمال و آرزوهای چالشگران راستین و آزادیخواهان ایرانی چه منفرد و چه سازمانی است که بارها هر یک از پارامترهایان در طول 33 سال اخیر از سوی همه آنها فریاد زده و درخواست شده. باید توجه داشت که منشور البته در مفهوم سیاسی به طور جامع باید سندی باشد که هدف مورد نظر، بافت سازمانی و چگونگی کار عملی هر تشکیلاتی را
برای تحقق هدفهای خود به روشنی توضیح داده، آن را برای هواداران خیش تشریح و تبیین کند. در متنی که با عنوان منشور پیشنهادی شورای ملی ایران برای برگزاری انتخابات آزاد که در مورخه جمعه 17 شهریور 2571 برابر 7 سپتامبر 2012 انتشار یافته، باورها و اهداف قائی شورا البته به درستی توضیح داده شده، اما در خصوص نوع سازمان یعنی سیستم اجرایی و تاکتیکای عملی یعنی نوع سیاست‌های اجرایی آن شرحی لازم حتی مختصر برای آگاهی عمومی ارائه نشده. آنچه جذابیت کافی برای مردم در پیوستن به این چنین سازمان‌هایی را ایجاد و انگیزه مقتضی را در میل به همراهی و همپیمانی فراهم می‌نماید، همانا فراهمسازی بافت سازمانی مناسب برای کار و تلاش در راه به واقعیت درآوردن آرمان‌ها و انتشار کلیات سیاست‌های اجرایی آن است. در فرماندهی رایج نظامی مرسوم است که به طور سیستماتیک و مخفف دوران‌ها، تدارکات حرکت، مرحله تحقق اهداف و برنامه‌های آتی پس از پیروزی نیروهای عامل را در 3 بخش جدا از یکدیگر اما پیوسته بدین ترتیب آماده و مهیا می‌سازند که ایام اتخاذ تاکتیک‌ها و مراحل فراهمسازی نیرو برای اقدام و حرکت به سوی هدف را طرح روز الف و نقشه‌های ایام نیل به هدف را نقشه راه روز ر و برنامه‌های آماده شده قبلی مربوط به روز بعد از پیروزی عملیات را طرح‌های ر به اضافه 1 نامگذاری کردند. در یک سازمان پیشبینی شده به قصد انجام نبرد نهایی برای رهایی ملت ایران از زیر یوغ حکومت دستار به سران باید با دقت و توجه خاصی هر 3 مرحله یاد شده ملحوظ داشته شود و به طور پیوسته و دقیق همه نکات را پیشبینی نمایید تا هیچ گونه وقفه‌ای در حرکت به سوی اهداف حاصل نشده و ضرری به روند تلاش ها وارد نگردد. اگر با دقت به سند منتشر شده به نام منشور پیشنهادی شورای ملی ایران نظر بیفکنیم، به سهولت در میابیم که در آن به طور روشن فقط اهداف شورا در روز ر به اضافه 1 ارائه و نقلی از آن 2 مرحله مهم دیگر به میان ر به اضافه یعنی روز بعد پیروزی. نقص موجود در کلیات این منشور به ذهن من اکنون نمیتواند باورمندانی اندیشه‌ور را به خود جلب نماید، زیرا عدم پاسخ به پرسش‌های امانند اینکه با چه سیستم اجرایی کارایی میتوان به تحقق آرزوهامون نائل شد و یا آنکه چه نوع تاکتیک‌های مناسبی ما را به طور سریع به سمت اهدافمون هدایت خواهد کرد که از اهم سوالات کلیدی کنشگران است، مانع گردیده تا آنها بتوانند به طور فهمیده شده وارد این کارزار بزرگ شوند. آنچه در این میان بسیار شگفت انگیز و بی نتیجه جلوه می کند انجام این همه پرسی، رفراندوم یا نظرخواهی نسبت به مفاد منشور از سوی مقدمین و تقاضا برای ارائه نام و نشان و آدرس تماس از سوی تایید کنندگان است که به دلایل گوناگون امری بیهوده و به طور یقین غیر قابل بهره برداری است. در سالهای گذشته نیروهای سیاسی گوناگونی را می توان در میان سازمانها، نیروهای فعال خارج از کشور نام برد که با تلاش در صحنه عملی برای حل معضلات سیاسی مردم کوشا بوده و هدفهای ملی را نیز به عنوان اهم برنامه خود عرضه کردند، اما چون قادر به تشکیل سازمانهای اجرایی لازم نشده و فاقد تدبیر لازم برای اتخاذ تاکتیک‌های مناسب بودند، به تدریج از جذابیت آنها در صحنه کاسته شد و از صحنه سیاسی و از خانه مردم محو شدند. به نظر راغم این سطور نیل به یک فراگیری عمومی و افزایش ظرفیت نیروها با ایجاد یک اتحاد جبهه‌ای از سازمان‌های گوناگون سیاسی متحقق نخواهد شد، بلکه هر سازمان مدیر سیاسی که بتوان نه در تئوری و عمل مبارزاتی خیش جذابیت بیشتری ایجاد کند، بدون تردید همه رزمندگان راستین و همسو در اندیشه رهایی ایران را به خود جذب و به طور عملی به پروسه واقعی اتحاد فراگیر مردمی دست خواهد یافت.
آقای سعیدی اکنون از مردم تقاضا آقای سعیدی اکنون از مردم تقاضا میکنند که در این زمان باید به صراحت در صحنه حضور یابند که بی تردید درخواستی منطقی است، اما ایشان بی اطلاعند که مردم آزادی خواه در طی این سالها همواره با آرزوی های منطقی و دموکراتیک در صحنه مبارزه حضور چشمگیر داشتند و این به اصطلاح کارگزاران سیاسی بودند که به طور دائم آنها را به صحنه دعوت و سپس با بی برنامگی و عدم تدبیر برای فراهمسازی یک مبارزه بزرگ مردم را ناامید و دوباره به کنج تنهاییشان برگرداندند و هر روز به اصطلاح میخ جدیدی بر تابوت به اصطلاح اپوزیسیون کوبیدند. شرایط امروز مبارزه به گونه‌ای شده است که مردم با شک و دودلی با هر فراخوان جدیدی برخورد میکنند. هیچ تشکیلات سیاسی اکنون موفق به تدارک اتحاد بزرگ و یک ائتلاف سیاسی موثر برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی نخواهد شد مگر با داشتن یک سازمان اجرایی کارا پرتلاش و اندیشه‌ور که ظرفیت جلب مبارزان را به طور فهمیده شده داشته باشد. بفهمید. درود بر شما جناب بهبهانی. درود بر شما عزیز دل. من سوالی ازتون داشتم جناب بهبهانی، شاید شما بیشتر در جریان باشید، راجع به این منشوری که آمده. بله، آقای سپرداد گرگین. بفهمید. بله بله، گرگین هستم، از کانادا خدمت شما تلفن میکنم. درست میکنید. بفهمید. مسئله که مطرحه اینه که من خودم امضا کردم اما احتمالاً فریب خوردم. حالا چرا میگم از این نظر؟ چون امروز مصاحبه که آقای نیبودی داشتن با آقای نوری علا، خب یک سری چیزهای مطرح شد که به نظر من این یک زمینه شک در من به وجود آورد. اول اینکه خب چیز بوده 10,000 نفر، من تا اونجایی که متوجه شدم امضا شده. سوال اینه که آیا این شورایی که به اصطلاح شورای هماهنگی، این 10,000 نفر کجا میخواد جمع بکنه؟ چجوری میخواد به اصطلاح تعداد افرادی که میخوان به اصطلاح سهیم باشن، اثرگذار باشن، نقطه نظر داشته باشن، مطرح بکنن، اینها به چه صورتی مطرح میشه؟ اینا چیزهایی بوده که اول گفته نشده متاسفانه. من هم به نوبه خود عنوان میکنم که اشتباه کردم. چرا؟ چون تصور کردم با پیوستن به این جمع میتونم بالاخره تا حدودی تاثیرگذار باشم. حالا که میبینم میبینم نه، ماجرا چیز دیگری است. طبق تعریفی که آقای نوری علا میکردن و یک زنگ خطری برای دوستان به اعتقاد من باید باشه، اینه که شما اطلاع دارید از این مسئله یا اطلاع ندارید که اینو مثلا این 10,000 نفر رو واقعا اگر حالا گیریم 50,000 نفر 40,000 نفر خواستن امضا بکنن، اینها چطوری میتونن تاثیرگذار باشن؟ آیا واقعا ما چطوری میتونیم به اصطلاح از تمرکز قدرت در حقیقت بگم در دست آقای رضا پهلوی ما جلوگیری بکنیم؟ چه کار باید بکنیم؟ سوالی هستش که باید کرده بشه به طور به اصطلاح پوست‌کنده و اینجوری که معلومه میخواند به اصطلاح اون کسانی که با زیرکی آمدن اینو مطرح کردن، چون من هرچی تو سایت اینا میرم که بخوام با اینها در تماس بگیرم در دسترس من باشن و به اصطلاح این امضایی که ما کردیم به این اطلاق نشه که ما میخواییم حتما آقای رضا پهلوی بیاد. ببینید مسئله که مطرحه، آقای رضا پهلوی همیشه گفته به من یک شهروندم. من نمیدونم چرا مردم ایران خیلی ها هستن ایشون رو هی میگن شاهزاده شاهزاده، از حالا شاهزاده رو به ایشون اطلاق میکنن. هنوز مردم ایران تصمیم نگرفتن که ایشون بخوان بشن به اصطلاح نماینده سلطنت در اون کشور و همه بهش میگن شاهزاده. بس این یه مسئله هستش که واقعا من فکر میکنم بادم جون دور قاپچینو باید از این شاهزاده شاهزاده گفتن دست برام دست که خود طرف داره اعلام میکنه میگه آقا من یه شهروند عادی هستم. پس لطف کنید دوستان عزیزان رفیقان این به ایشون هی شاهزاده شاهزاده ندید. دوم، ما چطوری میتونیم از تمرکز قدرت توسط یک نفر یا یک جریان جلوگیری به عمل بیاریم؟ متوجه این مسئله هستش که نیروی چپ، نیروی مبارز، نیروی دلسوز، حالا لزوما نیروی چپ نیست،
این از افراد راست هم هستن که انسان ها که دلسوزی هستن، واقعا مردم دوست هستن و دلشون میخواد که در ایران یک دموکراسی، یک حاکمیت مردم بر مردم به وجود بیاد. و این مسئله هستش که من میخواستم از شما سوال بکنم، شاید اطلاعاتی داشته باشید تو این زمینه، به ما اطلاع بدید جناب بهبانی. ممنونم ازت، سپاسگزارم. چش، حتما. مرسی آقای گرگ، تشکر از دوتون. مرحمت زیاد، متشکرم. عرضم به حضور شما که در مورد شخص آقای رضای پهلوی، خب ایشون شاهزاده است، فرزند شاه دیگه، شاهزاده است. در این که نمیشه که ازش بگیم نیستی که هستش، ولی ایشون خودش میگه که من یه شهروند عادیم، من مثل شهروند عادی در این لحظه مثل شما کنار شما وایسادم، مثل شما. اگر فردا روزی در یک پروسه ای مملکت به نظام شاهی برگشت و قرار شد که بنده پادشاه مملکت بشم و من شاهم، در حال حاضر که نیستم که، ولی شاهزاده هستم. اما من میگم که برنامه، من متاسفانه برنامه آقای نوریالا رو ندیدم امروز، ولی تلاش میکنم که حتما اون ویدیوشو به دست بیارم و برای شما پخش کنم ببینیم که چه بوده است. اما اون چیزی که برنامه روز جمعه آقای میبودی بوده است با آقای علی میرفتروز آقای پاکی رو ریخت، گفت من با شاهزاده در پاریس صحبت کردم و 3 ساعت با ایشون و مادر بزرگوارش نشستیم حرف زدیم و ایشون گفتن نه من اصلا به من ارتباطی نداره، من نیستم تو این بازی، و یه جوری در حقیقت اعلام براءت کردن از مشرکین و گفتن من نیستم. من گفتم آقا همه رو حمایت میکنم، اینم گفتی باشه من تو رو هم حمایت میکنم، هر کی دیگه هم باشه اونم حمایت میکنه. حالا چرا امضا کرده سایرین رو امضا نکرده؟ چون سایرین چیزی نگفتن که امضا کن، اگه سایرین هم گفتن امضا کن امضا میکن. اینم یاد باشه در مقابل اینکه چرا این امضا کرد اونجا امضا نکرد، برای اینکه اونا چیزی نگفتن امضا کنید که این امضا بکنه. کسی برای اولین بار که یه گروه اومده میگه آقا بیا امضا کنید، بعد اون 10,000 نفری که شما دنبالش میگردی 10,000 تایی وجود ندارد. اولا نه حقیقی هن نه حقوقی هن، هیچی نیستن. شما هر وقت کوروش هخامنشی اینا، سرباز آریایی اینا رو پیدا کردی سلام ما رو هم بهش برسون. اینا مثل سربازان گمنام امام زمانه، از ترم حقوقی، از باب ترم حقوقی، همون یکی چی، هیچی نیست، نه شخصیت حقیقی است نه شخصیت حقوقی است. من کجا برم سرباز گمنام رو پیدا کنم؟ کجا من برم مثلا سرباز هخامنشی رو من پیدا بکنم؟ بعد قرار نیست اینا لشگری به جایی جمع بکنند و فلان بکنند، این کارهای قرار نیست انجام بدن. گره ای کار از اینه که میخوای این همانی کنی مثل خمینی کنی، نمیشود مثل خمینی. همه با هم، همه با هم معنی ندارد، نمیآید. این وقایع یه بار اتفاق میفته، 10 دفعه اتفاق نمیفته. یه چیزی شبیه اون میشود ولی عین اون نمیشود. و در شرایط فعلی حتی ما تصور این که چیزی شبیه اون بشود نیست، وجود نداره. با آقای علی میرفتروس میگوید که آقای رضای پهلوی بهشون گفته با صراحت که چند مدت دیگری نزدیک ایشون یک کنفرانس مطبوعاتی خواهد داشت و اونجا اعلام مواضع خواهد کرد. حالا اون طرحی که آقای نوریالا دارن که میگن که ما منتظریم که به حال این داستان فروکش کنه و بعد ما اون طرح خودمون رو اعلام کنیم و شخصیت ها رو معرفی کنیم که طرح فیادلفیایی، یعنی نخبگانی جمع شوند و مردم بر وزن اون نخبگان در حقیقت سوار شون، آیا شاهزاده رضای پهلوی هم در اون جمع خواهد بود یا نه؟ این سوال آقای خسروه.
نه نمیشود، برای اینکه مثلا ما خودمون اینجا تو برنامه آقای بیگدلی مثلا میگفتیم آقا اگر آدمایی مثل مثلا شخصیتایی که معروفن دستی هم بر آتش دارن، دنیا هم اینا رو میشناسه، مثل آقای لایجی، مثل خانم عبادی، مثل ابوالحسن بنی سعد، مثل مسعود رجایی، مثل رضای پهلوی، این شخصیت ها دور هم یه کاغذی رو امضا کنن که آقا ما اعدام را نمیخواهیم، ما مخالف اعدام هستیم، نمیکنه اینا. چه برسه اینکه حالا بیان دور هم جمع بشن. من یه ذره سخت میدونم این داستان رو، بعید میدونم، ولی سایه جنگ رو سر ایرانه، هر لحظه داره پهن‌تر میشه سایش. دیروز آقای خامنه‌ای دوباره شروع کرده فحش وضعیت دادن، دوباره آقا که هولوکاست بوده و دروغ بوده و این بوده و آن بوده، همه رو گفته. یادت هست که یکی از کسانی که این داستان رو خیلی دنبال میکرد مشتبه واحدی بود، میگفتش که این احمدی نژاد طولی نمیکشه و این میاد تو سینه آقای خامنه‌ای وامیسته و برای اینکه دعوا میکنه و این اصلا ماجرا رو عوض میکنه، این خلاف خامنه‌ای حرکت خواهد کرد. اما حسین باستانی در حقیقت سه روز پیش در روز 16 سپتامبر یه مطلبی رو تو سایت بی بی سی گذاشته که خیلی جالبه، افسانه و واقعیت در مورد مرد پشت پرده دولت احمدی نژاد. افسانه و واقعیت در مورد مرد پشت پرده آقای احمدی نژاد. حسین باستانی میگه در سالهای اخیر منتقدان محافظه‌کار محمود احمدی نژاد به کرات از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان مرد پشت پرده دولت و الهام بخش اصلی اقدامات خبرساز رئیس جمهور نام بردن. همیشه گفتن آقا این در دام سحر این یارو و این سحرش کرده، جادوش کرده، خودش مرد خوبیه ولی مشایی اینو سحرش کرده. ما اینا رو مرتب شنیدیم، گفتم در مقابل این هم مثلا کسانی مثل آقای چیز، یه موقعی بود که اینا به هم کلمه سنجاق استفاده میکردن، میگفتن خامنه‌ای و احمدی‌نژاد به هم سنجاق شدن. سید مشتبه اومد گفت نه اینا سنجاق نیستن، اینا در تقابل هم دیگن میستن شانه به سینه روبروی هم دیگه و با هم دیگه جنگ خواهن کرد. حسین باستانی میگه در اثبات رابطه ویژه آقای احمدی‌نژاد با رئیس دفتر خود تاکنون روایت‌های متعددی توسط رسانه‌ها و شخصیت‌های محافظه‌کار منتشر شده که در برخی آنها متقاعد کننده هستند. با اینها شواهد مهمی وجود دارند که نشان می‌دهند رئیس جمهور در هنگام انجام بسیاری از این اقدامات خبرساز خود در واقع کاری بجز اجرای دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای را انجام نمی‌داد. دیدگاهی که تعلق آنها به رهبر ایران نوعاً با گذشت زمان مشخص شده، یعنی هر چی کرده حرفای آقا خامنه‌ای رو انجام داده، بعداً معلوم میشده، مدتی میذشته بعد معلوم میشده که این حرف خامنه‌ای بوده. دفاع پرهزینه رئیس دولت از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که از قضا همین امروز با اعلام تثبیت آقای مرتضوی در سمت مدیریت سازمان تأمین اجتماعی به نتایج جدیدی انجامیده، از مثالهای قابل ذکر در همین ارتباط می باشد. 4 ماه پیش به دنبال مصمم شدن نمایندگان به استیضای وزیر کار و رفاه اجتماعی ایران به سر سپردن مسئولیت بر سر سپردن مسئولیت تأمین اجتماعی به سعید مرتضوی، دلایل اصلی پوشگرمی دادستان سابق شفافتر شد. آن زمان از محمود هاشمی شاهرودی رئیس شورای عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه نقل شد که در حاشیه یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس مجلس گفته که آقای مرتضوی در بحث کاری زد کاری نبوده و رهبری با استیضای وی مخالفه.
آیت الله خامنه ای هم پیشتر هم موضع خود را در مورد میزان مجاز برخورد با عاملان حوادث کهریزک اعلام کرده. او در شهریور سال 88 در اوج شلوغی ها با وجود سخن گفتن از لزوم رسیدگی به پرونده قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک از کسانی گلایه کرده بود که ظلم بزرگی را که پس از انتخابات و مردم و نظام اسلامی شد و حد که آبروی نظام در مقابل ملت‌ها را نادیده می‌گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می‌کنند. آقای خامنه‌ای گفته که در حقیقت که چی اینقدر میگید کهریزک؟ اینا اومدن اصل نظام می‌خوام بزنن. شما حالا گیر دادی به کهریزک و کوی دانشگاه، کله پدر دانشگاه. یک نمونه جدید دیگر از اقدامات خبرساز رئیس جمهور که مشخص شده در راستای دیدگاه خامنه‌ای صورت گرفته، سفر ماه پیش به عربستان سعودی برای شرکت در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در مکه بود. در پی اخراج سوریه از سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاس مکه و خودداری مسئولان ارشد عربستان از شرکت متقابل در نشست غیر متعدد در تهران، عده‌ای از محافظه‌کاران رئیس دولت را متهم کردند که با سفر به این کشور عربی به اعتبار حکومت ایران لطمه زد. اما پس از انتشار تمام این انتقادات، هفته پیش محمد رضای میرتاجالدینی معاون رئیس جمهور اعلام کرد که سفر محمود احمدی نژاد به عربستان سعودی در پی مشورت با رهبری صورت گرفت، سفری که قرار بود زمین ساز حضور مقام های ارشد عربستان در اجلاس کشورهای غیر متعدد در تهران باشد که سخنران اصلی آن آیت الله خامنه‌ای بود و مقام های ارشد جمهوری اسلامی شرکت سران کشورهای جهان در آن را نشانه پیروزی بر تلاش‌های بین‌المللی برای انزوای ایران می‌دانستن. بنابراین آقای خامنه‌ای بهش گفته برو اونا دعوت کن رسما که بیان ما می‌زنیم تو دهن آمریکا، میگیم آقا ما انزوا نداریم. در بسیاری از موارد چند سال وقت نیاز بوده تا مشخص شود که برخی از موزگی‌های به ظاهر نوآورانه محمود احمدی‌نژاد در واقع بازتاب دهنده دیدگاه رهبر ایران بودند. در میان این نوآوری ها موضوع کنترل جمعیت به عنوان یکی از خبرسازترین نمونه ها قابل ذکر است. وقتی آقای احمدی‌نژاد از شروع سال 89 به گونه غیر منتظره به مخالفت با برنامه های کنترل جمعیت در ایران پرداخت و دولت او اعلام کرد که برای تشویق بچه دار شدن به ازای هر نوزاد 1,000,000 تومان کمک مالی اختصاص خواهد داد، رسانه ها و کارشناسان بسیاری از بابت این سیاست جدید اعلام نگرانی کردند. در آن زمان حتی برخی از مخالفان با اشاره به سیاست های مصوب کنترل جمعیت در جمهوری اسلامی اختصاص کمک 1,000,000 به نوزادان را که البته اجرای آن به علت کمبود بودجه متوقف شد که اون یه بحث سواس، خلاف سیاست های کلی نظام اعلام کرد. بودن احمدی نژاد غلط کرده، سیاست کلی نظام اینه که کنترل جمعیت باشه، این بی خودی از خودش گفت. هرچند احتمالا در آن زمان بسیاری از منتقدان اصرار محمود احمدی نژاد بر موضوع افزایش جمعیت را نتیجه میل شخصی او به طرح ایده های جنجالی می دانستن، اما یک سال و نیم بعد در مرداد سال 90 همین منتقدان متوجه شدن که این عده در از متعلق به ایالت به آقای خامنه‌ای بوده است. خامنه‌ای سال گذشته گفت که ایران میتواند تا 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشد و امسال در اظهار نظر جدیدی با تاکید بر ظرفیت بر وجود ظرفیتی 150 تا 200 میلیونی در کشور اعلام کرد در سیاست تهدید نزد حتما باید تجدید نظر شود. نمونه مشابه از اقدامات خبرساز آقای احمدی‌نژاد که بعدها قرار داشتن آن در چارچوب دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی به اثبات رسیده، نوع سخن گفتن جنجالی رئیس دولت در مجامع بین‌المللی بود. همین که میاد نیویورک می‌خواد بیاد دوباره، لحن و مضمون نامتعارف سخن گفتن محمود احمدی‌نژاد در مجامع بین‌الملل از همان ابتدای روی کار آمدن او توجه رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرد و متناسب با آن در داخل کشور هم انتقادات بسیاری از مخالفان و حتی مدافعان دولت را برانگیخت. علی‌رغم آنکه شخص خامنه‌ای نیز به بیان اظهارات تند
در مورد دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران شهرت دارد، منتقدان محافظه‌کار اظهارات رئیس جمهور این اظهارات را لزوماً در راستای دیدگاه رهبری نمی‌دانستند. اما شواهدی نشان می‌داد که این تصور درست نیست. علیرضای اسلامیان، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در آبان سال 89 از رهبر ایران نقل کرد که در نشستی با اعضای این تشکل روحانی گفته است: امروز وقتی رئیس جمهوری یا مسئول ارشدی از دولت به خارج از کشور می رود من نگرانی ندارم، اما قبلا نگران بودم که مسئولان در خارج از کشور می خواهند چه بگویند. حسین ممدوحی، یک عضو دیگر این جامعه، اظهارات دیگر از آقای خامنه‌ای در همین مجلس نقل کرده که حکایت دارد که آقای خامنه‌ای گفته هیچ رئیس جمهوری به اندازه او از اسلام و آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی در سازمان ملل سخن نگفته. بنده با آن که همواره به مسئولان انتقاد کرده ام، اما انصافا او بوده که نام امام زمان و حضرت زهرا را در محافل بین الملل احیا کرده است. شخص اول حکومت ایران حتی در بعضی موارد شخصا به ترویج دیدگاه جنجالی پرداخته که پیشتر از جانب رئیس دولت مطرح شده و گمان می‌رفته که جزء ابتکارات شخصی او بوده. یکی از این دیدگاه‌ها که ماه پیش از سوی رهبر ایران و در جریان سخنرانی برای شرکت کنندگان در اجلاس غیر متعهد بیان شد، تأکید بر لزوم تغییر ساختار سازمان ملل بود. ایده‌ای که تر آن توسط رئیس جمهور در جریان سفر دو سال پیش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بازتاب فراوانی داشت. از سوی دیگر در برخی اوقات اقدامات منسوب به رئیس دولت مستقیما توسط خود او انجام نشدند، اما این برداشت عمومی وجود داشته که با هدایت او صورت گرفتند. در میان این گونه اقدامات هم موارد خبرسازی وجود داشته که بعدا مشخص شده پشتیبان اصلی آنها احتمالاً شخص اول حکومت ایران یعنی آقای خامنه‌ای بوده. یکی از موارد معروف این اقدامات اخلال در مراسم سخنرانی حسن خمینی در 14 خرداد 89 و در شرایطی بود که وی پیش از آن متهم به حمایت از رقبای محمود احمدی‌نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم شد. این حادثه در حضور رهبر و رئیس جمهور صورت گرفت و پس از وقوع آن بسیاری از ناظران اخلالگران در سخنرانی نوه خمینی را نیروهای حامی احمدی‌نژاد توصیف کرد. اما تنها یک سال زمان لازم بود تا مشخص شود که توصیف دقیق‌تر کسانی که مراسم سالگرد درگذشت خمینی را برهم ریختند احتمالاً نیروهای حامی خامنه‌ای بودند. مراسم 14 خرداد سال 90 چند هفته بعد از آن برگزار شد که رئیس قوه مجریه بر سر مدیریت وزارت اطلاعات موقتاً از آیت الله خامنه‌ای نافرمانی کرد و نتیجه این نافرمانی آن بود که این بار اخلالگران مراسم سخنرانی خود آقای احمدی‌نژاد را با سر دادن شعار علیه رئیس دفترش به هم ریختند. مورد دیگر از اقدامات منسوب به رئیس جمهور که بعدها نقش خامنه‌ای در مقام حامی اصلی و مشخص شد، فشار بر علوم انسانی در دانشگاه ایران بود. با روی کار آمدن احمدی‌نژاد موج بازنشسته کردن اجباری اساتید دگراندیش در رشته های مرتبط با علوم انسانی که بعد از سال 59 بی سابقه بود خیلی از تحلیلگران را متقاعد کرد که وی مبتکر پروژه جدیدی در ایجاد و پیگیری انقلاب فرهنگی دوم در ایران است. اگرچه نگرانی آقای احمدی‌نژاد و همکارانش از اساتید دگراندیش علوم انسانی موضوعی نبود که بتوان در وجود آن تردید داشت، اما چند سال زمان لازم بود تا مشخص شود که تعیین تکلیف اساتید دگراندیش آموزش علوم انسانی در ایران در چه سطحی پیگیری می شود. سه ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 خامنه‌ای با صراحتی بی‌نظیر به ابراز نگرانی در مورد تعداد زیاد دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و تعداد کم اساتید مورث و معتقد به جهانبینی اسلام رشته‌های علوم انسانی در ایران پرداخت. وی حتی آموزش علوم انسانی در دانشگاه را عامل ترویج شکاکیات و تردید در مبانی دینی اعتقادی دانست. از دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست تا هشدارهای وی را در این زمینه مورد توجه جدی قرار دهد تا جای تردیدی باقی نماند که برخورد با علوم انسانی مطالبه سریع او از دستگاه حکومتی ایران است. از پرونده هسته‌ای تا سرنوشت دانشگاه آزاد،
گروهی از مهمترین شواهد اثبات کننده نقش خامنه‌ای در سیاست‌های خبرساز محمود احمدی نژاد مربوط به مواردی هستند که آقای احمدی نژاد بعد از مدتی از پیگیری این سیاست‌ها منصرف شده، اما رهبر ایران خود این کار را ادامه داده. مشهورترین نمونه از این نوع پرونده اصلی جمهوری اسلامی است که رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 84 به تغییر مسیر جدیان انجامید. در نخستین دوره مسئولیت احمدی نژاد، سرسختی دولت بر سر پرونده هسته‌ای که وضع تحریم‌های پی در پی بین‌الملل علیه ایران را به دنبال داشت، به این باور در میان تحلیلگران بین‌المللی دامن زد که عامل اصلی تندروی بر سر این پرونده رأی جمهور است. این در حالی بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 به تدریج لعن احمدی نژاد در ارتباط با غرب دچار تغییراتی شد که از چشم ناظران داخل و خارج ایران نیز به دور نماند. این تغییر حداقل در یک مورد شامل رویکرد هسته‌ای رئیس دولت نیز شد. آن هنگامی بود که آقای احمدی نژاد موافقت خود با پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای مورد نیاز آن در خارج از کشور اعلام کرد. اما در این هنگام اتفاق قابل توجهی روی داد که عبارت بود از مخالفت نیروهای نزدیک به خامنه‌ای با مبادله سوخت هسته‌ای در خارج از ایران. در آذر 88 احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی به انتقاد شدید از کسانی پرداخت که به گفته وی در داخل سر صدا کردند که مبادله سوخت توطئه و فریب غرب است و سوپر انقلابی شد. اما افراد مورد انتقاد آقای احمدی نژاد در واقع نظر آقای خامنه‌ای را منعکس می‌کردند، حقیقتی که حدود 3 ماه بعد در سرمقاله روزنامه کیهان به نوشته حسین شریعت‌مدار مدیر مسئول این روزنامه که مستقیما توسط آقای خامنه‌ای منصوب می‌شود مورد تایید قرار گرفت. کیهان در این سرمقاله پیشنهاد مبادله سوخت را یک دام خطرناک از سوی غرب توصیف کرد و خبر داد که این پیشنهاد با تیزبینی و کیاست آقای خامنه‌ای ناکام مانده. البته سرانجام مقام های ارشد جمهوری اسلامی در اردیبهشت 89 و در حالی که ایران در آستانه تحریم های جدید بین‌المللی قرار داشت با طرح مشترک برزیل و ترکیه برای مبادله سوخت هسته‌ای در ترکیه موافقت کردند. اما کشورهای غربی و روسیه هرگز ابتکار این دو کشور غیر عضو گروه 5 به اضافه یک را جدی نگرفتند و در عمل ابتکار مبادله سوخت هسته ایران در خارج از کشور به جایی نرسید. با وجود چنین سابقه‌ای قابل تأمل بود که هنوز بسیاری از ناظران بین‌الملل کماکان بر روایتی که بر مبنای آن محمود احمدی نژاد عنصر سازش‌ناپذیرتر برنامه هسته‌ای بود پایفشاری می‌کردند، تا جایی که حتی رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا در آبان 89 از شکاف بین رهبری و رئیس جمهوری بر سر پرونده هسته‌ای سخن گفت، شکافی که ظاهراً بقیده او آقای خامنه‌ای طرف میانه رو تر آن بود. آقای گیتس میگفت شواهدی وجود دارد که نشان میده رهبر جمهوری اسلامی به تدریج دچار تهدید میشه که شاید رئیس دولت در مورد میزان تأثیر تحریم‌های اقتصادی به او دروغ گفته. پرونده دانشگاه آزاد اسلامی نمونه دیگر از برنامه‌های بزرگی بود که در پی انصراف رئیس دستگاه اجرایی توسط رهبر ایران و نزدیکان او پیگیری شده. احمدی نژاد از نخستین دوره ریاست جمهوری خود فشار برای خارج کردن دانشگاه آزاد از کنترل عبدالله جاسپی و نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی را آغاز کرد و حتی به دفعات به انتقاد از افراد و عواملی پرداخت که نمیگذارند اقدامات رئیس دولت در این زمینه به نتیجه نهایی برسد. با وجود این در آخرین هفته‌های سال 90 و در زمانی که شورای عالی انقلاب فرنگی در حال نهایی کردن تکلیف دانشگاه آزاد بود، محمود احمدی نژاد که در پی تنش‌های ایجاد شده از همان اول همان سال تمایل کمتری به همکاری با نیروهای نزدیک به رهبری نشان میداد، به اتخاذ مواضعی کاملا مضاد با گذشته پرداخت. او نه تنها از امضای حکم ریاست جانشینی عبدالله جاسپی یعنی فراد دانشجو بر دانشگاه آزاد خودداری کرد و این کار را به وزیر علوم یعنی کامران دانشجو سپرد که با ارسال نامه‌ای از رهبر ایران خواست که آقای جاسپی را پس از ترک سمت خود به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فرهنگی منصوب کنند، حتی در آخرین هفته‌های منتهی به تغییر ریاست دانشگاه آزاد، رئیس دولت با تأکیدی شگفت‌آور بر ضرورت حفظ
حرمت هاشمی رفسنجانی خواستار پرهیز از اجرای تصمیمات شورا بدون جلب موافقت آقای رفسنجانی شد. اما تغییر رویه رئیس دولت هیچ تأثیری در سرنوشت دانشگاه آزاد بر جا نگذاشت. از آنجا به بعد این محمد محمدیان نماینده خامنه‌ای در دانشگاه ها بود که با پشتکار تمام فرایند تغییر مدیریت دانشگاه را پیگیری کرد و این کار را تا کنار رفتن رسمی عبدالله جاسمی از ریاست این دانشگاه ادامه داد. حضور برجسته معاون اجرایی دفتر رهبری موسوم به وحید در مراسم تحویل مدیریت دانشگاه آزاد در اسفند 90 شاهد دیگری بود که به خوبی سطح دخالت رهبر ایران را در پرونده دانشگاه آزاد نشان می‌داد. یک محور متفاوت از دخالت‌های رهبر ایران در اقدامات خبرساز رئیس قوه مجریه ناظر به موارد خودداری آقای احمدی‌نژاد و همکاران او از پاسخگویی در مقابل نهادهای قانونی است. میزان دخالت شخص اول حکومت در این موارد البته به اندازه موضوعاتی چون کنترل جمعیت یا پرونده هسته‌ای که مستقیماً پروژه شخص خامنه‌ای محسوب می‌شوند نیست، چون ذی‌نفع اصلی آنها رئیس جمهور یا همکاران وی هستند و نه رهبر ایران. اما خودداری مسئولان ارشد دولتی از پاسخگویی به نهادهای رسمی حکومتی در چنین پرونده‌هایی ناشی از دخالت رهبری است که ظاهراً نگران عواقب افشاگری‌های متقابل طرفین این پرونده‌ها برای اعتبار کلی جمهوری اسلامی است. پرونده سعید مرتضوی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت تنها یکی از پرونده‌های قابل ذکر در همین ارتباط است. در همین ارتباط بوده 10 روز پیش عباس نبوی رئیس مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی و از روحانیون نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی با ادعای که دولت حدود 10 پرونده قضایی سنگین دارد گفت اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود بخشایی از دولت باید به محکمه می‌رفتند. یک روز بعد از این اظهارات مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت که رسیدگی به پرونده فساد مالی محمد رضای رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای رعایت مصالحی متوقف شد. این اظهارات آقای پور محمدی در توضیح راجع به سرنوشت پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران بیان شد که بسیاری از رسانه و مسئولان محافظه‌کار آقای رحیمی را متهم اصلی آن دانسته و شخص رئیس جمهور را به خاطر مقاومت در برابر احضار وی به دادگاه هدف انتقاد شدید قرار داده بود. به عنوان مثال دیگر از مصلحت سنجی های مشابه مقام های ارشد نظام نحوه مواجهه دستگاه حکومتی با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی قابل ذکر است. در پی انتشار اتهاماتی گسترده در مورد نقش مقام های ارشد دولتی در این پرونده و حمله متقابل رئیس دولت به متهم کنندگان دستگاه اجرایی در مهر ماه سال گذشته 11 تن از نمایندگان مجلس اقدام به شکایت علیه دولت در کمیسیون اصل 90 مجلس کردند. اعلام این شکایت با انتشار اظهارات معروفی از آیت الله خامنه ای همزمان شد که تیان به رسانه‌ها توصیه میکرد ماجرای اختلاس را کش ندهند و هشدار میداد عده‌ای میخوان از این ماجرا برای زیر سوال بردن مسئولان استفاده کنند. و به دنبال این اظهارات بود که برخی نمایندگان امضا کننده شکایت از دولت اعلام کردند که با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تصمیم گرفتند شکایت خود را پیگیری نکنند و در عمل هم همین اتفاق افتاد. این مشابه همان اتفاقی بود که بعد از تقدیم طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس ایران و مقابله شهید احمدی‌نژاد با این اقدام نیز به وقوع پیوست. کشمکش دو قوه بر سر این طرح سرانجام به آنجا رسید که محمد رضای باهنر نایب رئیس مجلس در مهر ماه گذشته به همکاران خود خبر داد که بزرگان نظام کش دادن ماجرای سوال از محمود احمدی‌نژاد را به صلاح نمی‌دانند. در عمل نیز اتفاقی که افتاده بود که جلسه پاسخگویی احمدی‌نژاد به سوالات نمایندگان در اسفند ماه گذشته از اساس بدون ورود او به محورهای مشخص سوال نمایندگان خاتمه یافت و به مکان سخنرانی مطایبه آمیز و طنزآلود رئیس دولت تبدیل شد. اسفندیار رحیم مشایی یا آقای خامنه‌ای. تمام شواهد موجود
در مورد نقش خامنه‌ای در تصمیمات خبرساز رئیس جمهور و شواهد مشابهی که میتوان در همین زمینه ارائه کرد به معنی آن نیست که احمدی‌نژاد مطیع کامل رهبر ایران است. بسیاری از اقدامات جنجالی احمدی‌نژاد از دفاع از ایده مکتب ایرانی گرفته تا به کار گرفتن لحن اتهام‌آمیز در مقابل سایر نهادهای حکومتی اقداماتی نیستند که لزوماً با موافقت خامنه‌ای صورت گرفته باشد. قابل انکار نیست که دیدگاه‌ها و جاه‌طلبی‌های شخصی احمدی‌نژاد نقش اصلی را در بسیاری از اقدامات او، مثلا پایفشاری و پرهزینه برکناری وزیر اطلاعات در سال 90 بازی کردند. در بسیاری از اقدامات نیز احتمالاً می‌توان همونطور که منتقدان محافظه‌کار دولت می‌گویند ردپای مشاوران تاثیرگذاری چون اسفندیار رحیم مشایی را جستجو کرد. حتی شواهد قابل تأملی نیز وجود دارند که نوعی ارتباط معنوی میان رئیس جمهور و رئیس دفتر او تایید می‌کند. با وجود این، مروری بر سرگذشت پرونده‌های خبرساز دوران مسئولیت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که بیشترین و جنجالی ترین اقدامات رئیس قوه مجریه نه تحت تأثیر کسانی در حد آقای رحیم مشایی، بلکه با هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته. هرچند هماهنگی آنها به دنبال ایجاد اخلال در رابطه رهبر رئیس جمهور بر سر مدیریت وزارت اطلاعات به گونه محسوس کمتر شده، اما این اتفاق تغییری در میزان مسئولیت خامنه‌ای در طول دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد مشخصا در 6 سال نخستان ایجاد نمی‌کند. این واقعیتی است که احتمالاً بسیاری از منتقدان محافظه‌کار سیاست‌های احمدی‌نژاد نیز نسبت به آن بی‌اطلاع نیستند، هرچند به دلایلی واضح ترجیح می‌دهند که همچنان مقصر اصلی این سیاست‌ها را افراد پشت پرده چون اسفندیار معین مشایی نشان دهند. تمام اینایی که تلاش میکنن بگن که اگر رفسنجانی بود بهتر بود، اگر خاتمی بود بهتر بود، تمام این نشون میده که اینا یه تیکه یه تیکن، جدا جدا نیستن، اینا فرقی با هم دیگه نمیکنن. یک اشغالگرن، مملکت رو اشغال کردن، همشون هم با هم دیگه دستشون توی کاسه است. خیلی راحت بگم اینا دستشون همه با هم توی کاسه است، هیچ ربطی هم به این نداره که رفسنجانی از اون بهتره، از این پرگماتیک تره، اون از اون پرگماتیک تر نیست. همشون مثل همن، همشون دنبال یه داستانه، اون اینه که بخورن و ببرن و بچاپن و نابود کنن به هر قیمتی که شده، فقط در سر قدرت و منابع ثروت بمانن. براشون اصلا منافع ملی و ملت و اینا معنی پیدا نمیکنه، اینا نداره، تو فرهنگش نیست، نمیفهمش. درنگی بکنیم برمیگردیم راجع به این با همدیگه گفتگو میکنیم. ازم به حضور شما که اگه بخوام این رو ادامه بدم موضوع رو، اینه که ما از صدر انقلاب مشروطه تا کنون این معانی برای ما در حقیقت درست روشن نیست. یعنی اینکه اونجایی که مردم تلاش کردن که تبدیل به دولت ملت بشون نتونسته، اینو هنوز داره تلاش میکنه جامعه که خودش رو به این نقطه برساند که معنا کند ملت را و دولت را، برای اینکه ملت در نگاه او ملت بنی اسرائیل است، ملت براش قومه، براش در حقیقت امته، در حقیقت ملت رو امت تعبیر میکنه، امت اسلامی. ملت معنا نداره تو دیدگاهش، اصلا اینو نداره. تازه داره تلاش میکنه که یواش یواش به این معانی برسد. دولت کدام است، ملت کدام است، داره تلاش میکنه که اینا رو یکی یکی واکاوی کنه تا بهشون دسترسی پیدا کنه، وگرنه تا این لحظه نداره اینا رو، تعریف معین ازش نداره. اون تعریفی رو که اون یارو مرد هنرپیشه چی اسمش کلینت استیوود در همایش جمهوری خواهان کرد که این we own the country، ما این مملکت رو صاحبش هستیم، مالکش هستیم، این نداره. خب اینا این برای این آمریکایی معنی پیدا میکنه، برای من معنی نداره، من صاحبش نیستم، هرگز نبودم، چون تعریف ملت رو نفهمیده، تعریف دولت رو نفهمیده. داره تلاش میکنه تو این زمینه چیزی رو پیدا بکنه.
من ترجیح میدم، گفتم که از اولم ترجیح میدم که راجع به این داستان زیاد وارد این قصه نشیم، تموم شده به نظر من، این ماجرات ماجرای پایان یافته است. اما ببینیم آقای ابراهیم فرشی در سایت اخبار روز چه مطلبی رو داره راجع به از نخبگان ایرانی تا نخبگان کرد. او میگوید که جامعه‌ای از هم گسسته، پراکنده، ناهمگون، بی‌اعتماد و بیگانه از همه ایران در روزهای اخیر برگ دیگری از این تاریخ را به نمایش گذاشت. جامعه‌ای از هم گسیخته، پراکنده، ناهمگون، بی‌اعتماد و بیگانه از هم. این تعریف درستی از جامعه، برای اینکه اون تعریف اصلی ملت دولت رو نفهمیدی، چون که نفهمیدی پس بنابراین از هم گسسته ای، پراکنده ای، ناهمگونی، بی‌اعتمادی و بیگانه ای. یک بخش از دو بخش حزب دموکرات کردستان، یک بخش از چهار بخش سازمان زحمتکشان کردستان ایران یا همان کموله با دور زدن بخش‌های دیگر این دو جریان، احزاب، فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی داخل و خارج کردستان، توافق‌نامه‌ای را مبنی بر همکاری با همدیگر امضا کردند که در شرایط عادی می‌بایست به آنان تبریک گفت. اما این دو جریان در شرایطی به چنین توافق سریعی دست یافتند که عاجز از حل مشکلات داخلی گروه های خود و دیگر بخش های دو طیف دموکرات و کموله هستند. این اتحاد هرچند با موافقت برخی که عمدتاً به حلقه این دو جریان مربوط هستند مواجه شد، در همان حال با انتقادات جامعه فعال کرد در داخل و خارج نیز روبرو گشت. این توافقنامه رسوبات فکری، سیاسی، فرهنگی و تشکیلات غیر دموکراتیک گذشته را در خود مستتر دارد و بعد از گذشت بیش از 30 سال نتوانسته از خود را از افکار و شگردهای سابق رها سازد. بیش از 20 سال از افراد و گروه های مختلف فعال در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کردستان در داخل و خارج در تلاش بوده و هستند تا در سطح کردستان جبهه‌ای فراگیر به وجود بیاید. برای این منظور بارها افراد، شخصیت‌ها و گروه‌های کرد در داخل و خارج بین احزاب و جریان‌های کردی از جمله آقای مصطفی اجری و عبدالله مهتدی مراجعه کرده و خواستار راهگشایی برای رسیدن به این هدف شده. اما به دلایلی که مشخص نیست، این دو جریان از اقدام جدی خودداری کرده و به جای آن در مسیر انشقاق و انشعاب گام برداشتن، تا جایی که امروز به طور رسمی دو جریان به اسم دموکرات و 4 جریان به اسم کموله وجود دارد که به این تعداد باید گروه ها و دسته های منفصل ولی وابسته به حلقه فکری و سیاسی دموکرات و کموله را اضافه کرد. اتحاد اخیر دو جریان که آقایان مهتدی و اجری نمایندگی آن را دارند، محصول طبیعی روند سیاسی دیالوگ و گفتگو در جامعه کردستان نبوده، بلکه تلاش برای آلترناتیو سازی در 3 وجهه کردستانی، ایرانی و جهانی در رابطه با کردستان است. حذف دیگران و جهش از مشکلات درون سازمانی را هدف قرار داده. سوال برانگیز آنکه این دو جریان هنوز روابط غیر معقول را با دیگر بخش‌های دموکرات و کموله پیش می‌برند. این اتحاد قبل از اینکه مسرور کننده باشد، سوال برانگیز است. با توجه به مسائلف و انتشار این بیانیه، موجی از انتقاد کردها را موجب شد که در رسانه‌های کردی و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت. اما شروع موج نامسئولانه، مغرضانه و دشمنانه افراد وابسته و منفرد سازمان‌های سراسری در راستای تخطئه خواستای مردم کرد و دیگر مردمان غیرفعال، پیشبرد روند انتقاد، بحث و گفتگو را دچار اخلال کرد و جو عمومی رسانه‌ها مسموم شد. در چنین شرایطی نگاه از دو جریان برگشت و به درستی به دفاع از خواسته های مردم کرد و دیگر مردمان این سرزمین معطوف شد. برگشت نگاه منتقدین کرد از این دو جریان به طرف جریان های سراسری و
افراد تمرکزگرا تضاد و نه همگرایی مرکز و مناطق را عیان‌تر کرد و از طرف دیگر نقش و اهمیت و جایگاه این مناطق در آینده این سرزمین را به نمایش گذاشت. همچنین بیخبری و بیگانه بودن سازمان‌های سراسری و فعالین منفرد سیاسی اجتماعی علمی و فرهنگی را نیز به صورت عریان رو کرد و نقش مثبت و منفی و گاهن مخرب برخی از آنان را عیان ساخت. نمایان شدن پیچیدگی سیاسی و مسئولیت سیاسیون مرکز و مناطق و چه دیگر این رویداد در دو سوی مرکز و مناطق بود. اگر این مجموعه در جریان مباحثات و انتقادات جامعه روشنفکری کردستان قرار می داشتند که سالهاست به زبان کردی جریان دارد، می توانستند منطقی تر و مفیدتر به روند بحثا بپیوندند. ناآگاهی تاریخی نخبگان ایرانی از این سرزمین و مردمانش آنها را به موضع‌گیری ذهنی کشاند، هرچند بسیاری نه بر اساس عدم آگاهی بلکه بر بستر درک و ایدئولوژی خود با ملل غیر فارس و خواسته هایشان به مخالفت و دشمنی می‌پردازند. دو جریان حزب دموکرات و کومله که تاریخ خونین را پشت سر دارند هنوز نتوانستند اعتماد مردم و جامعه فعال کردستان را دوباره به دست آورند. تا آن هنگام که مسائل فیما بین دموکرات‌ها، کومله‌ها و بخش خارج از حلقه این دو جریان و روشنفکران و فعالین سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی داخل و خارج حل نشد و اعتماد جایگزین بی‌اعتمادی نشده، هر اتحادی از این دست به پیچیده کردن اوضاع کمک خواهد کرد. در این روزهای اخیر در برابر بیانیه حفظ استقلال و تمامیت ارضی سرآغاز هر کارپایی سیاسی است، از طرف فعالین کرد دو بیانیه منتشر شد که هر دو دیدگاه های ماورای امضا کنندگان توافقنامه را ارائه کرد. یکی بر ناممکن بودن ماندن در چارچوب های مرزی های ایران اشاره می کند و دیگری زندگی برابر حقوقی در ایران را مد نظر دارد. انتشار همین دو بیانیه نشان از وجود خطوط سیاسی دیگر در سطح جامعه کردستان دارد که به این دسته و گروه ها باید دیگر سازمان ها و احزاب کردی داخل و خارج را اضافه کرد. این واقعیت که جامعه کردستان از نظر سیاسی همه گونه است و به تنهایی از این دو نیرو تشکیل نشده است، خود گویای بیتوجهی نخبگان ایرانی از طرفی و حسم آنها از طرف امضا کنندگان توافقنامه می باشد. به همین دلیل از 20 سال پیش تلاش برای تشکیل جبهه های از همه نیروها در جریان بوده که توافق اخیر نشان از قطع این پروسه از طرف این دو جریان دارد. نکته بسیار مهم و گرهی جایگاه اصلی مبارزه و نیروهای اصلی مبارزه در کردستان و هر جای ایران است. دو جریان فوق الذکر دو جریان مقیم خارج هستند و در دوره اخیر بیش از یک ربع قرن است که از جامعه مردم کردستان دور هستند. اگر آنها در سال 57 و 58 اکثریت آرای مردم را کسب کردند، امروز در صورت انتخابات آزاد آن نیروهای اکثریت را به دست خواهند آورد که در طول 30 سال اخیر در تمام شرایط سخت و مرگبار در کنار مردم بودند و اکنون در زندانها یا خارج از زندانها در محرومیت کامل به مبارزه و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، مدنی، فرهنگی و علمی خود علی‌رغم همه فشارها ادامه می‌دهند. دو جریانی که توافقنامه همکاری را امضا کردند در بهترین حالت نماینده گروه‌های خودشان هستند، زیرا کسان دیگری غیر از آنها نیز مدعی دموکرات و کومله بودن هستند. این منازعه هنوز پایان نپذیرفته. ثروت گذشته که رأی مردم باشد به تنهایی به آنان تعلق ندارد و اصولا استناد نمودن به این گذشته در این رابطه نشان از انجماد فکر و اندیشه و ایستادیدن جامعه و زمان دارد. جمعیت امروز کردستان بیش از دو برابر آن سالهاست. جمعیت شهری امروز سه برابر جمعیت شهری ثابت و جمعیت امروز از سه چهارم به یک چهارم تقلیل پیدا کرده. جمعیت بی سواد و با سواد تحصیل کرده نسبت به آن سالها درست وارونه شده است.
تغییرات فکری، سیاسی، فرهنگی افراد جامعه، تغییرات طبقاتی و ظهور اقشار مدرن و اقشار ثروتمند که کیسه مشترک با بازار سایر نقاط و تنیده در سیستم سیاسی اداری جمهوری اسلامی ایران هستند، واقعیت امروز جامعه کردستان است. همین قشر اخیر منافع مشترک خود با رژیم کنونی را دنبال میکنه و صد البته بخشی از روشنفکران و نخبگان برخواسته از این قشر خادمین رژیم در عرصه‌های مختلف هستند که در این زمینه نمونه به اندازه کافی وجود دارد. باید به این مسئله باور داشت. در شرایط باز شدن فضای سیاسی و با رفتن جمهوری اسلامی، احزاب جدیدی در کردستان و سراسر ایران شکل خواهد گرفت، درست همانطور که در ترکیه اتفاق افتاد. خواب تکرار وضعیت جنوب کردستان یا همون اقلیم کردستان که دو حزب همه قدرت را قبضه کنند واقعیت پیدا نخواهد کرد، حتی اگر تراژدی های میان حزبی سال 57 به بعد تکرار شود. بنابراین خود را در جایگاه نمایندگان مردم کرد و به میل خود قرار دادن، بحران و تشتت بیشتر به همراه خواهد که باید جلوی آن را گرفت. باید به سرنوشت و خوشبختی مردم اندیشی، نه آنچه دو حزب کردستان پیش خود کردند. ابراهیم فرشی، سپتامبر 2012 در آلمان. درود به آقای فرشی. من دو تا مقاله ازشون دیدم، یکی از یکی بهتر. این شرایطی که تعریف میکنه فقط مربوط به کردستان نیست، در تمام ایران این نقش پررنگه. ما نمیشناسیم جامعه همون، ما مردم خودمون رو نمیشناسیم. جامعه ای از هم گسسته، پراکنده، ناهمگون، بی اعتماد و بیگانه از هم، این ایران است، ایران امروز است. نمیشناسیم، اصلا جامعه همون رو نمیشناسیم. میگی به چه دلیل؟ میگم گوش بده به حرفای دوستانی که اینجا در این تلویزیون میان حرف میزنن، سخن میگویند و میروند. اصلا نمیشناسه جامعهشو. فهم کردی اینقدر راجع به این ماجرای شاهزاده و شاهزاده حرف زدین؟ خود یارو میگه من نیستم. اینا چقدر دفاع میکنه ازش. خود صاحب‌الله میگه که وجود نداره. نمیدونم شما چی فکر میکنید. Sanction against Iran has repeatedly named Yasser along with the Iranair as supplier of arms to Syria. امروز دوباره آمریکا، حتی عده دیگری بسیار مسئله مهمه که هر یک روز جمعه غروب احمدی‌نژاد هواپیماش در نیویورک به زمین بنشینه. عده ای از گروه ها و سازمان هایی که سرسخت طرفدار تحریم رژیم هستند فشار رو افزایش دادن به کمپانی های دیگر. The Internet Corporation for Assigned Name and Numbers known as ICANN based in Los Angeles
and the resource IP European Network Coordination Center, known as RIPENCC, based in Amsterdam. Violation of Iran sanction, and that by disconnecting internet access, the dictatorial regime of Iran would be severely pursuing its illegal and immoral activities. به این کمپانی ها تحت عنوانه که violation کردن در مقابل sanction هایی که گذاشتن و اینا این کمپانی ها اینترنت رو در ایران در حقیقت توش دست میبرن و امروز دوباره مطلب بعدی این هستش که میدین که آمریکا پریزم گفتیم که چند تا از سران حزب الله رو مستقیما دوباره در بایکوت قرار داد و گفتش که اینا باید شخصا این آدما تحریم بشن. الانم بحث بسر این هستش که در حقیقت چند تا از این چی بود کمپانی ها رو که در مورد میدونی که ایران اعلام کردن که ایران از طریق یک تونل هوایی که از روی عراق عبور میکنه و به سوریه سلاح و مهمات میرسونه، تجهیزات میرسونه به سوریه و دولت مالکی به خاطر اینکه هواپیما ندارد و فلان سیستم فرودگاه ندارد، یعنی سیستم هواپیمایی ندارد، میگه من نمیتونم کنترلش بکنم. اما چند تا دوباره UN panel of experts that monitors complaints with the UN sanction against Iran has repeatedly named Yasser along with the Iran Air as supplier of arms to Syria. یخشون رو صفر چسبیدن در حقیقت، ولی اینا نمیدونم داستان اینکه آقای پاپ در اونجا بود و در لبنان بود و محض اینکه پاپ دو از لبنان رفت بیرون، دو حسن نصرالله از تو خواب پرید بیرون و شروع کرد فحش وضعیت دادن و نمیدونم کارش به کجا میرسه، ولی میدونم که اینا دست به یک اقدامات وحشیانه میزنن. اما سوالی که امروز دوباره روزنامه نیویورک مطرح کرده این هستش که واقعا چه کسی خرابکاری کرد در ماجرای ممنون از شعلای بزرگوار، این بانوی شیرزن کرد ما. نه ما کاری نداریم، بذار فوش بده چیکارش داریم، باید ثابت کنه که خودش نیست. خیلی شرایط بدی است، به هر حال شرایط سختی است و سایه جنگ بر سر ایران است. اینا هم تصمیم جدی دارن بیان بیرون و یه کارایی رو بکنن در اروپا، علاوه خصوص یک سری از نیروهاشون رو شاید فرستادن در اروپا، از همین قدسیا، اونایی که یاد رفتن در کجا بود، در تایلند و بعد در هند و بعد در ارمنستان و اینا. احتمال اینکه اینا یه حرکتی رو این روزا شاهد باشیم در اروپا هم هست، یعنی ممکنه یه چنین اتفاقاتی بیفته، از اینا هیچ نگو.
یارو کیه؟ نمیدونم یارو کیه. خیلی برای من جالبه، مثلا خیر، یعنی این یه چیزیه که تو جامعه ما وجود داشته. یادم بچه بودیم از این چیزا چی بود، گردش علمی میبردن ما رو. این در جواب این آدمی که ایمیل کرد بهش بگم که ما رو گردش علمی مثلا مدرسه میبردن، گردش علمی نمیدونم کارخونه شیر پاستوریزه فلان اینا، یه بار ما رو بردن روزنامه اطلاعات و اونجا وقتی که همجوری که داشتن به ما نشان میدادن مسئله رو اینا، مسئول اون آدمی که اسمش خاطرم رفته ولی از شخصیت های همون روزنامه اطلاعات بود، رفیق آقای فرهاد مسعودی بود، گزارشگر ویژه‌شون بود در خارج و میچرخید و اینا پول مفصل رو خرج میکرد اینا، او به من گفتش که اینجا شما نمیدونید که مثلا آدما میان عکس خودشون رو میزنن، عکس خودش میاره، خودش عکس خودش رو میاره میزنه اینجا چاپ میکنه و بعد از اینکه مینویسه که گم شده و از یابنده خواهش میکنیم که هر جا دیدی اینو معرفی کن، این گم شده، این مفقوده فلان اینا. بعد این عکس رو که چاپ کرد ورمیداره همراه خودش میبره مثلا به دهشون و در دهشون نشون میده که آقا ببین ببین من چقدر آدم معروفی هم، عکسم رفتن تهرون، عکسم رو تو روزنامه زدم. حالا بعضی از این آدم های ابله هم همین شیوه رو رفتار میکنن، یعنی فرض کن که ایمیل فضیحت بنویسه بعد اصرار کنی که آقا این ایمیل منو بخون، منو یاد اون خاطره انداخت، یاد اون خاطره اون یارو انداخت که از دهاتش اومده بود، عکس خودش رو میگفت میاره میزنه تو روزنامه به عنوان گم شده، بعد میره دهشون تعریف میکنه بگه که من رفتم تلویزیون میهن راجع به ایمیل من گفت. خیلی ساده این، یعنی واقعا آدم دلش میسوزه براتون، واقعا دلش برای شما میسوزه، چقدر آدم های ابلهی هستی. درنگی بکنیم و برگردیم داستان رو با هم پی بگیریم. متشکرم. دوباره پی میگیریم برنامه رو با هم. امیدوارم که این قطعات موسیقی لذت ببریم. من فکر میکنم که اینا زیباست. اینا کلاسیک ایران است. اینا جاودانه است. کار ابوالحسن صبا زرد ملیجان. یه کار بسیار بسیار زیبایی است که در ایامی که در شمال در رشت بود و به پرنده نگاه میکردم و بعد این قطعه رو ساختم اونجا. زرد ملیجان. و کار قشنگی بود. ممنونم از شما. بعضی مردگان را نشسته دفن کنیم گویا آخر زمان رسیده و روز رستاخیز است که مردگان یک به یک سر از خاک بر می دارن. عجب، اما عجب رستاخیز شد. این رستاخیز که مردگان نیکو و رعیت ترجیح می دن در آرامگه خیش بمانن و حاکمان و والیان شرع و غیر شرع و شاهان و واعظان آن کار دیگر کرده از سابقون و سابقون در بازگشت از آن جهان از هم دیگر سبقت می گیره و این همه حاصل نشده جز به یمن تلاش شبان روزی مرد و شورخانه تاریخ ما. کاری از آقای امین موحدی. آنگاه که تاریخ را مردشوری بنویسد که از ظالم تقاضای اعدام خیش می نماید و آب و عد بر جنازه وی می بندند، جز این نمی شود که روز قیامت فرار صد و سنگ روی سنگ بند نیاید. از قدیم و ندیم گفتند و باز هم می گویند نباید پشت سر مرده حرف زد که هم از نظر شرعی ایراد دارد، هم از نظر اخلاقی و هم از کلیه جهان، چرا که دست رفتگان از دار دنیا کوتاه است و پاسخی نتوانند به شما داد. نزد خود فکر می کردیم که مرد و تمام شد، لذا برخلاف گفته بزرگان آغاز به سخن پشت سر نمودیم، زیرا این مردهی که در بارهش غیبت کرده ایم از جنس آن مردگانی نبود که نباید پشت سرشان سخنی گفت، بلکه از جنس امواتی است که در زمان حیاتشان کسی جرأت نمی کند
پشت روی سرشان سخنی گوید که مبادا به مزاق ملوکان خوش نیاید و زبان سرخ سر سبزش برباد دهد. این متوفی که خلقی از وجودش در وحشت به سر میبرند، تنها بران بندهی بخشایش مینمود که خود از وجودش در آسایش مینمود و احدی را اجازه نبود که غیر از امر آسایش ایشان به چیز دیگری بپردازد. بر سر هر کوی و برزنی گزمه‌ای گماشته و خلق را از گزندش امانی نبود. زبان همه یا خاموش در کام بود یا اصلا زبانی در کام نمانده و همه یک جا از حلقوم بیرون کشیده شده بود. با تلاش شبان روزیشان در جهت آموزش اصول دموکراتیک و ادب و نزاکت همه لال شده بودند و از آن جهت که کسی توان سخن گفتن نداشت، لذا قوه شنوایی نیز تبدیل به چیز اضافه‌ای شده و بود و نبودش توفیری برای خلق نداشت. برای همین است که با کمال شرمندگی مجبور شدیم پس از مرگشان سخنگویی. مرگ وی فرصت مغتنم و بزرگی به حساب می آمد تا زبان ما هم گشوده شود و آغاز به سخن نمایی. اما خطای ما سخن پشت سر مرده نبود، بلکه خطایی که کردیم غیبت مرده‌ای بود که هنوز کاملا دفع نشده بود. اینک خبر رسیده این متوفی سر برآورده و ادعای زنده بودن می کند که اگر این گونه باشد وای بر حال ما که پشت سر مرده‌ای صحبت کردیم و بعد گفتیم که اکنون زنده شده. پس به جای فاتحه بر آن مرحوم از گور برگشته بر ما فاتحه بخوانید و در فرار کمک کنید که عنقریب کارمان با ملک الموت خواهد بود و حتی خدا هم نتواند شفاعت ما را نزد این متوفای در قید حیات نماید. البته اهل قبور که بسیاری از آنها به دست همین از گور برگشته مقتول شدن، طی نامه سرگشاده به بارگاه حضرت حق مراتب سپاسگزاری خود از خداوند جان و خرد را بابت دیفورت این شخص از سرای باقی به سرای فانی اعلام کرده و قرار شده 40 شب و 40 روز در سراسر بهشت و حتی جهنم جشن و پایکوبی شود. اما برعکس اهالی سرای فانی ضمن اعتراض شدید به خداوند سبحان بابت بازگرداندن این مردم آزار به دنیا، خواهان پاسخگویی اسرائیل به دلیل سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله گشتند. پاسخی که خداوند بزرگ توسط جبرئیل امین به اعتراضات فرستاده بسیار کوتاه است. بدین مضمون: نه من و نه اسرائیل هیچ کدام در تحرک دوباره این مرده تقصیری نداشتیم و نداریم و تقصیر بر عهده مردشور شهرتاند که مرده را بیش از اندازه شسته و رفته و در متن شعرها سروده است. پس از این پاسخ خداوندگار با قصارخانه گورستان تماس حاصل و کاشف عمل آمد که به درخواست صاحبان متوفا و پیشنهاد رشوه فراوان به مردشور، وی در قسل آن شخص ساعتها آب بر وی بسته و مواد شوینده بسیاری صرف ایشان کرده است. آنقدر صدر و کافوس مصرف شده که آن اجناس در شهر نایاب گشته و بستگان جنازه از شهرهای دور و نزدیک به تهیه آن برخواستند. عطر و عود و دود سراسر گورستان و هومه را فرا گرفته و مردشور اشعاری که از سوی بستگان مقابل وی نهاده می شد را مدام تلاوت می کرده است. اشعار و مرثیه هایی چون ملکا و ذکر تو گوییم که تو پاکی و خدایی، ای خدا چرا سایه خود از سر ما برکشیدی و ای کاش ما را می کشتی و این ملک را از ما نمی گرفتی، برخیز ای فرد همایونی آثار که بی تو سعادت از این دیار رخ برمی بندند و بی تو بهار نیز چه بی نشاط بهاری خواهد بود. ای خداوند سبحان سایه همایونی خود را بر ما بازگردان. میگویند در همین لحظه ناگهان مرده از جا برمی خیزند، نگاهی به اطراف خیش کرد و میگوید ما که اینقدر تر و تمیز و پاکیم چرا باید مرده باشیم؟ و یقه مردشور بخت برگشته را هماندم میگیرد و به جای خود بر حوض
قصارخانه می افکند و می گوید ای رعیت، دعای تو مستجاب شد، اکنون قرار است تو به جای ما روانه سرای باقی شوی و آنگاه مردشور را زنده زنده می شوید و بی کفن به زیر خاک می کند. از ما که گذشت و اکنون کار من با مرده ایست که در زمان حیاتش کار ثوابی نکرد و رحمی بر خلایق ننمود، چه رسد به این که پس از مرگش کاری نماید. از پس زندهش بر نیامدیم، حالا چگونه از پس جنازه متحرک وی برمی آییم؟ اما بقیه مردشوران جهان از این قضیه پند گیرند و بعضی مردگان را نشسته دفن کنند یا کمتر بشویند، خصوصا مردگان همایون آثار را. با همه این احوال باز خدا را از جهاتی شاکریم که فراعنه مصر و چنگیز خان را مردشورهای ما نشستند و یا هیتلر که اصلا نشسته سوزانده شد، وگرنه انقریب بود که فراعنه و هیتلر نیز سر از خاک برآورند و ادعای زنده بودن نمایند. با اینکه خیالمان از بابت آنها آسوده است، اما با کمال تأسف باید گفت خمینی را مردشورهای ما شستند و بیم آن می رود که پس از گذشت 30-40 سال ایشان نیز برخیزند و هوای ولایت دوباره نمایند. خلاصه گویا آخر زمان رسیده و روز رستاخیز است که مردگان یک به یک سر از خاک بر می آورند. اما عجب رستاخیزی شده این رستاخیز که مردگان نیکو رعیت ترجیح می دهند در آرامگه خیش بمانند و حاکمان و والیان و شاهان و واعظان آن کار دیگر کرده از سابقون و سابقون در بازگشت از آن جهان اصلا دیگر سبقت می گیرند و این همه حاصل نشده جز به یمن تلاش شبان روزی مردشورخانه تاریخ ما. آنگاه که تاریخ را مردشوری بنویسد، از ظالم تقاضای اعدام خیش می نماید و آب و عطر بر جنازه وی می بندد، جز این نمی شود که روز قیامت فرارسد و سنگ روی سنگ بند نیاید. به حال طنز بود از آقای امین موحدی در مورد وضعیت امروز ما، که نگرانه که اگر با این شرایط پیش برویم بالاخره باز باید برگردیم دنبال آقای خمینی بگردیم و از خمینی خواهش کنیم که تو خدا بیا وضع ما رو درست کن. آقای مشتبه واحدی مطلب رو نشته تحت عنوان شیخ 15 خرداد و 30 سال ریخت و پاش میلیاردی. چند روز قبل اطلاعیه از سوی شیخ حسن صانعی رئیس بنیاد 15 خرداد صادر شد و جایزه قتل سلمان رشدی را با $500,000 افزایش به $3,300,000 است. در خصوص اقدام بنیاد 15 خرداد که نامی جز استخدام آدمکش بران نمیتوان گذاشت، پرسش هایی وجود دارد که باید در فرصت مناسب برای آنها پاسخ مناسب یافت. ببینیم که او چه میگوید. مثلا اگر فاسدترین و دین ستیزترین فرد اقدام به قتل سلمان رشدی کند و جایزه دریافتی را صرف انواع مفاسد خود نماید، آیا آنگاه اسلام نجات پیدا میکند و مسلمانان رستگار خواهند شد؟ این موضوعی است که شاید نخستین و بهترین فرد برای اظهار نظر پیرامون آن آیت الله شیخ یوسف صانعی مرجع تقلید آزادی خواه باشد که متاسفانه برادر شیخ حسن صانعی هم هست. اما من مایلم این موضوع را تنها از زاویه هزینه آفرینی شیخ صانعی برای کشورمان مورد بررسی قرار دهم. ارزش ریالی جایزه تعیین شده برای قتل سلمان رشدی در حال حاضر برابر با 8 میلیارد تومان معادل یک سال حقوق مصوب دولتی برای 1500 کارگر مظلوم ایرانی است. وعده پرداخت فوری این جایزه به قاتل احتمالی رشدی در حالی در اطلاعیه شیخ صانعی مورد تاکید قرار گرفته که گزارش‌های رسمی در ایران حاکی از تعویق چندین ماه در پرداخت حقوق ماهیانه هزاران کارگر است. البته شیخ صانعی که آقازاده بیخاصیت و محسن آقا
سالهاست برای بیت المال هزینه آفرینی میکنند، با پولهای بی حساب بنیاد سراسر دنیا را زیر پا گذاشته است، قاعدتا قادر نیست حتی برای لحظه ای عدم دریافت حقوق توسط هزاران کارگر را تجسم کند. لذا به خود حق می‌دهد در یک لحظه 500 هزار دلار بر جایزه قتل سلمان رشدی بیفزاید. در این حال چون احتمال میدم اغلب کسانی که خبر بذل و بخشش اخیر شیخ حسن ثانی را شنیدن از هزینه سازی ناجوان مردانه و خانانه در دهه‌های 60 و 70 خبر نداشته باشند، موضوعی را که از نزدیک در جریان آن بودم با هموطنان مطرح میکنند. در یکی از روزهای نیمه دوم اسفند 73 که با ماه مبارک رمضان تقارن داشت، میهمان مدیر شرکت سرمایه گذاری البرز در کنار سد 15 خرداد بودیم. فلسفه میهمانی نیزان بود که قرار بود فردای اون روز سد 15 خرداد رسما توسط هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت افتتاح شد. شیخ ثانی هوس کرد و قبل از افتتاح توسط رئیس جمهور خودش سد را در حضور مدیران شرکت‌های تابعه 15 خرداد افتتاح کرد. پس از افطار همه را به محوطه باز بردند و در حالی که سرمای بسیار شدید بود همه را بیتاقت کرده، یکی از مهندسان بنیاد 15 خرداد بلنگوی دستی را در اختیار گرفت و با کسب اجازه از شیخ ثانی که او را به عنوان حضرت آیت الله مورد خطاب قرار میداد جملاتی با این مضمون اظهار داشت: بحث احداث سد در این منطقه سابقه 50 ساله دارد. در دهه 1320 شمسی یک گروه مهندسی از فرانسه به ایران آمدند و به مدت 2 سال در مورد سدسازی در همین منطقه مطالبه و نهایتا اعلام کردند که این منطقه یعنی عباس آباد دلیجان برای سدسازی مناسب نیست. در دهه 30 شمسی گروه دیگری از آمریکا همین مطالعات در منطقه انجام دادند که آنها نیز بر نامناسب بودن منطقه برای سدسازی تاکید کردند. قاعدتا سوالی که تا این قسمت از روایت در ذهن مخاطبان یادداشت ایجاد شده این است که اگر نتایج این مطالعات در دسترس مقامات ایرانی بوده چرا بر ساختن سد در همان منطقه پایفشاری کرده؟ پاسخ این پرسش را همان آقای مهندس بیان کرد. اما پس از انقلاب حضرت آیت الله دستور دادند و ما سد را ساختیم که امروز همان را افتتاح میکنیم. حضرت آیت الله که از آن مهندس متملق دستور او را عامل اصلی احداث سد 15 خرداد می دانست کسی نبود جز همین کسی که کمتر از یک هفته قبل دست در کیسه خلیفه کرد و 500 هزار دلار بر جایزه تعیین شده قبلی برای قتل سلمان رشدی افزود. اما با جستجوی سریع در خبرهای مربوط به آب آشامیدنی قم خواهیم دانست که آنچه مهندسان فرانسوی آمریکایی گفتند چیزی جز حقیقت نبود و سد 15 خرداد که به تعبیر مهندس متملق با دستور حضرت آیت الله ساخته شد امروز از کمترین کارایی برای رفع تشنگی شهرستان قم برخوردار است. سد 15 خرداد از ابتدای کلنگزنی تا روز افتتاح رسمی ده ها میلیارد تومان هزینه بر روی دست مردم ایران گذاشته است. اما تا آنجا که بیاد می آورم در همان زمان افتتاح صحبت از هزینه 16 میلیارد تومانی بنیاد 15 خرداد برای احداث سد بود که باید چندین برابر این رقم بودجه تأمین شده توسط وزارت نیرو را به 16 میلیارد تومان افزود. متوسط نرخ دلار از آغاز عملیات ساخت سد تا زمان افتتاح آن کمتر از 200 تومان بود و لذا رقم 16 میلیارد تومان که با دستور حضرت آیت الله برای احداث سد 15 خرداد توسط زیردستان شیخ حسن ثانی هزینه شد معادلی بیش از 80 میلیون دلار بوده است که البته با فشار عناصر با نفوذ در دفتر رهبر وقت جمهوری اسلامی از جمله شیخ حسن ثانی چندین برابر این رقم توسط وزارت نیرو برای همین سد هزینه شد، در حالی که این هزینه کلان تنها در خدمت شهوات سیاسی و اقتصادی شیخ ثانی و اعوانش بوده و مردم قم جز داستانهای غم‌انگیز سهمی از این سد نداشتند. اما آیا ده ها میلیون دلار ریخت و پاش بیاسه در سد 15 خرداد جایزه افزوده شده برای استخدام آدمکش و قتل سلمان رشدی
آخرین هزینه سازی شیخ پرخرج برای ایرانیان است. من این گونه فکر نمی کنم. اینم مطلب آقای سید مجتبی واحدی پیرامون ماجرای چی بود اسمش، این که این آقای تصمیم گرفته که صد بسازد، آقای ثانی، و این صد رو چجوری میخواست ساختن و واقعا راست می صد چندین صد در ایران ساختن که یکی از اون صدا اون صد خاکی دربند بود که همون سالهای 65 اون سیل بزرگ را انداخت و 5000 نفر ظرف 2 ساعت که بارون اومد 5000 نفر کشته شدن تو شمال تهران و کشتار وسیعی رو صورت داد. واقعا خیلی آدم در اون روز کشته شدن و خود روزنامه همون موقع این مطلب رو با نقد رسیدن بهش که آقا این چه کاری شما کرد، صد خاکی بدون مطالعه انجام دادید و باعث این مکافات برای مردم شد. این هم موضوعی بودش که اون موقع از این خیلی از این پولا در این مملکت همینجوری خرج میشه. اما من همچنان در فکر مقاله آقای فرشچی جا موندم که چرا جامعه ایرانی نمیرسد، چه اتفاقی میفته، چرا موفق نمیشن. و اون روزم به عرض رسوندم با این پول درآمد نفتی که ایران از اون روز اول تا به امروز داشته آیا واقعا به جایی رسیده؟ آیا چیزی گیرش اومده؟ هیچ. با توجه به درآمدی که داشته آقای عبدالباسط سیدا رهبر شورای ملی سوریه یعنی نیروی اصلی مخالفان حکومت بشار اسد اظهار امیدواری کرد که کشورهای عربی با همکاری هم برای دخالت بین‌الملل در سوریه مشابه آنچه سال گذشته در لیبی رخ داد تلاش کنند. عبدالباسط سیدا امروز چهارشنبه 19 سپتامبر در گفتگوی تلویزیونی با شبکه الحیات گفت ما کشورهای عربی را به ابتکاری روشن و جدی همچون موضعی که در انقلاب لیبی گرفتند فرا می‌خوانیم. وی که پس از دیدار با مسئولان حکومتی قطر در دوحه سخن می‌گفت افسود در نخستین گام می‌بایست تمایل واقعی برای عمل مشترک با کشورهای اروپایی را به منظور پایان دادن و هر گونه مشروعیت حکومت بشار اسد نشان داد و نگذاش کشتار در سوریه به این شکل ادامه پیدا کند. او در دوحه با حامد بن جاسم بن جبار آل ثانی نخست وزیر، وزیر امور خارجه و مسئول اتحادیه عرب در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد. اتحادیه عرب در جریان رویدادهای لیبی از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا با ایجاد منطقه پرواز ممنوع از مردم لیبی در برابر حکومت معمر قذافی حفاظت کند. این اقدام زمینه‌ای برای حضور نظامی ناتو و کمک به نیروهای شورشی شد که به سرنگونی حکومت قذافی انجام. عبدالباسط سیدا با بیان اینکه ایران خود بخشی از مسئله سوریه است، مخالفت شورای ملی سوریه را با شرکت جمهوری اسلامی در تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن راه حل بحران سوریه اعلام کرد. عبدالباسط سیدا همچنین با بیان اینکه به دعوت محمد مرسی رئیس جمهور مصر اشاره سیدا به نشست اخیر عبدالباسط، همچنین با بیان اینکه ایران خود بخشی، اینکه دوباره تکرار کرده، او اشاره سیدا به نشست اخیر قاره به دعوت محمد مرسی رئیس جمهور مصر است که با حضور وزیران خارجه ایران، ترکیه و مصر برگزار شد. در نشست که به گروه تماس با نشست چهار جانبه معرفت قرار بود وزیر امور خارجه عربستان سعودی شرکت کنه، اما وی در آن حضور نیافت. روسیه نیز از شرکت جمهوری اسلامی در مذاکرات بین در رابطه با بحران سوریه حمایت میکنه. عبدالباسط سیدا در این باره افزود ایران برای حکومت اسد سلاح، پول و نقشه عمل فراهم میکنه. حتی رهبر سپاه پاسداران ایران هم اذعان داشته است که نیروهای سپاه در خاک سوریه حضور دارند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه جاری در نشست خبری خود درباره حضور نیروهای سپاه در سوریه گفت تعدادی از نیروهای خود در سوریه حضور دارند. وی در همین حال افزود این به منزله حضور نظام ایران در این کشور نیست. به گفته عبدالباسط سیدا رهبر شورای ملی سوریه
عدم حضور عربستان سعودی در نشست قاهره به دلیل مخالفت با شرکت ایران در نشست و این موضوع را نشانه از شکست نشست قاهره داند. سیدا خان دخالت نظامی بین المللی بر اساس فصل 7 منشور شورای امنیت سازمان ملل شد. طبق فصل 7 منشور سازمان ملل، شورای امنیت قدرت گسترده‌ای در شرایط تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح با اعمال خشونت ورز در سطح جهانی دارد. در چنین شرایطی فعالیت شورای امنیت محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد. کشورهای غربی بیش از این تمایل خود را برای پیش بردن تجربه لیبی در سوریه از طریق شورای امنیت سازمان ملل نشان دادند، اما روسیه و چین، دو همپیمان حکومت بشار اسد، هر بار با وتوی خود مانع از آن شدند. از آغاز اعتراضات مردمی در سوریه تا کنون نزدیک به 1.5 سال می‌گذرد. نزدیک به 27,000 نفر نیز کشته شدند. ماه دو گذشته خونبارترین ماه در این مدت بوده است. آقای اخضر ابراهیمی هم که گفت ماجرای سوریه در حقیقت ماجرای جنگ داخلی ما، دیروزم که با آقای علیپور روز دوشنبه صحبت می‌کردیم، ایشون هم به همین داستان اتکا داشت که آقا ماجرا در سوریه ماجرای جنگ داخلی است. به حال نمیدونم دیگه، خیلی سخته. یعنی این حرف آقای فرشی ساخت منو تحت تاثیر قرار داد و نمیتونم ازش بیرون بیام که چگونه ممکنه که مردمی باشن و نشناسن مملکت خودشون رو، نشناسن. خاطره‌ای از هوشنگ ابتداج بگوید: در زندان جمهوری اسلامی بودم با یک هموطن همبند. همین ترانه ای ایران ای سرای امید از بلندگوی زندان پخش شد. تا که شنیدم زدم زیر گریه. همبندم گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم شاعر این ترانه من هستم که در زندان هستم. ما بودیم که این بلا رو به سر خودمون بود. به ها ممنونم از شما، سپاسگزارم. ولی یادت باشه که 20 ماه هست و در حقیقت ما هم خزانمون خالی است. اگر در این راه میتوانید کمکی بکنید ممنون میشم. سپاسگزارم. تا فرصت دیگر فردا که در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشیم. با تشکر و روز و شب شما در هر کجای دنیا خوش. مرسی.